و نو پرشر. خلاصه هدفم اینه که ترس رو برداریم، یعنی هدف اینه که این باعث بشه که آدم‌ها بیشتر استارتاپ شروع کنن، نه که بیشتر بترسن و احساس کنن چیز خیلی عجیب غریبی استارتاپ زدن و کمپانی زدن. این اپیزود یکشه که شروع می‌کنیم، چهار نفره. حالا این قراره یه گروهی باشه که بچرخه. الان این چهار تا هوپفولی همین چهار تا ادامه خواهیم داد، چند نفر دیگه هم میان و میرن و یه گروه 7-8 نفره خواهیم بود که روتیت می‌کنیم. من که هوشیارم، اولین تجربه استارتاپیم کانسرت بوم بود که یه زمان طولانی کش پوزیتیو بود و جز 5 تا وبسایت بزرگ کانسرت دنیا بود ترافیک از ترافیکی. بعدش 2 سال توی فیسبوک تکلید ML بودم و الان هم کمپانی تریتن رو شروع کردم یه ساله که کمپانی بایوتک کامپیوتینگ ML استک برای بایوتک. مارتین مهمون سمت مارتین دست دار بالا سمت راست پایین که فاندر اپلای بورد کمپانی که آخرین راندش 3.2 بیلیون فاندر و سی او اپلای بورد کمپانی که آخرین راندش 3.2 بیلیون دلار و آمریکا والیوشنش بود و داره یک از بزرگترین استارتاپ های نسل جدید کانادا و حتی شاید آمریکا هم بشه، داره همجی بزرگ و بزرگتر میشه. نیما که کوفاندر و سی پی او کمپانی کلیور سنس بود که سال 2011 به گوگل فروختنش و الان کمپانی دومش رو شروع کرده به نام integro.ai که کار روباتیکس میکنه، راجبون هم صحبت میکنیم. و سیاوش که کوفاندر و سی او ترایب که یه انترپرایز برای سوشال به اصطلاح نتورک برای سیلز و برای انترپرایز کمپانی، حالا اینا دقیقا چی هست صحبت میکنیم. بچه ها خیلی ممنون، میخوایم این اپیزود اول راجع بهش شروع کنیم که استارتاپ رو چجوری شروع میکنیم، آیا شروعش از ایده شروع میشه و اصلا ایده یعنی چی، ایده خوب چیه، ایده بد چیه، چجوری وریدیتش کنیم، همینا. اصلا خب من میخوام که بپرین رو سوال دیگه، آیا ایده اصلا شروع استارتاپه یا چجوری ایده پیدا میکنین، از کجا شروع میکنین، کجا وریدیتش میکنین؟ بچه شروع کنین هرکی کامفتبله. برو مارتین. من برم. آره. استارتاپ، ایده. خب بزرگترین مسئله که برای ایده هست اینه که چی کار میخواد بکنه، چه مشکلی رو حل میکنه از آدم ها، پرابلمی که داره سالو میکنه چیه، بحث وای. یعنی مهمترین و مهمترین چیزی که هست اینی که وای رو جواب میده، وای یه مشکلی، یه مسئله، یه چیزی رو جواب میده و پشت این وای خیلی چیزا میتونه باشه که خیلی میتونه مثبت باشه، خیلی میتونه نوترال باشه. و وقتی خیلی مثبته وقتیه که اون وای یه اتفاق خیلی بزرگیه برای مثلا بشریت یا برای مثلا یه کاری میکنه بالاتر از معنای یه بیزنس. یه مثال هم بنظرم بزن که برای کسی کسان میگن چی وای. مثلا همین واکسن کرونا ویروس یه اگزمپل خوبه دیگه. این مثلا یه تکنولوژی جدید بودن که داشتن شرکت بایونتک داشتن ها رو مثلا انجام میداد از سال 2008 به بعد و اینا مثلا تونستن با اون وایش یه تحول خیلی بزرگی رو درست کنن تو کل دنیا و کلی کمک کنن که کووید مثلا سریعتر مثلا سرسامون بده، یا شرکت های هلت کیر، یا شرکت های ایژوکیشن، یا خیلی از شرکت ها. یعنی دنبال چیز نباشین، دنبال این که من بیزنس آیدیا فلان نباشین، دنبالش اوکی یه مشکلی تو دنیا وجود داره، یه چیز باید بهتر شه، من اینو چجوری حلش میکنم، من سلوشن مسئله مردم رو میخوای حل کنی، یه مسئله رو حل کنی، یه کاری مثبتی بکنی. حالا بعضی کارها خیلی مثبته، بعضیش مثلا اوکیه، کمتر مثبته، ولی در مجموع ایده از کجا شروع میشه؟ از اونجا که یه کار خوبی بکنیم برای مردم. من همجوری سوالا رو پرت میکنم، شما همجوری بپرین تون تون صحبت کنیم. اولا که از ایده شروع میشه، یعنی برای شما از ایده شروع میشه، بعد این که اصلا یکی این که فکر کنم کلمه ایده رو خیلی یه چیزی که همه میگن ایده استارتاپ، ولی خیلی بین آدما بعضیا به ویژن میگن ایده، بعضیا به پروداکت میگن ایده، بعضیا به
یه فیچر میگن، بعضیا به رودمپ میگن. ایده یه اصطلاحی مارک اندریسن داره به نام ایده میز که میگه ایده، مثلا کسایی که انترپرنور پروفشنالن وقتی میگن ایده، مثلا طرف به 100 تا دیتیلش فکر کرده، به مثلا رودمپ فکر کرده، به تکش فکر کرده، به گو تو مارکتش، به همه اینا رو فکر و جواب تمام این سوالا رو گوش. فکر کنم مارک اندریسن مال بالاجی رو میگفت کپی کرده که توی اندریسن هورویتز کار میکنه. یکم آدمایی که این کارو نکردن ایده براشون بیشتر مثلا یه پروداکت فیچر معمولا. چقدر بین اینا فرق داره؟ از کجا شروع کنیم؟ اصلا مهمه که از کجا شروع کنیم و یا چه جوری اصلا ایده خوب چه جوری جنریت میکنیم؟ من این تیکر رو اولا که من کاملا موافقم با مارتین که یعنی فکر کنم همون چیزی که اون مشکلی که داره حل میکنه فکر کنم مهمترین چیزه اینجا. ولی یه نکته ای که هستش، لاقل من وقتی فکر میکنم اکثر ایده‌ای رو که ببینید که ایده‌ای استارتاپی هستن، ایده جدید نیستش. یعنی قبلا داشته انجام میشده به یه نحو دیگه ای، بعدش یه شرکتی میاد و خیلی متفاوت یا خیلی بهتر انجامش میده. مثلا خود آیفون رو تو بگیری، گوشی 1000 تا بوده، اپل واچ رو بگیری، نوشن که مثلا ما خیلی الان داریم ازش استفاده میکنیم، اور نوت بوده، اومده یه جور دیگه اونو در واقع سر کرده که اون مشکل رو حل کنه به صورت راحت تر. و ایدای جدید من برام شما هم بپرین، خیلی این فاوندرهای مثلا دفعه اولشون که هست خیلی روی این قضیه چیز دارن، دفعه اول که قبل این که اصلا کمپانی بزنن خیلی روی این قضیه تاکیدن که ما ایده ما مثلا ایده نوع من نفر اولم. ولی کسایی که خیلی مثلا پروفشنال ترن و بودن تو سیلیکون ولی و تو مارکت و اینا، کلا نگاهشون خیلی اینطوریه که اصلا مهم نیست که ایده تو نفر اول، اولا که ایده اگه خوب باشه حتما این نفر دیگه خواهند اومد اینو کپی خواهند کرد. و هیچ وقت همون کسی که اول بوده، حالا کسی بوده که بهتر اگزیکیو، حالا راجع به این خیلی خوب است، ولی آره اینو من خیلی موافقم که اصلا این اوریجینالیتی ایده یه چیز خیلی اورریتدیه، مخصوصا تو آدمایی که شروع نکردن. اصلا خیلی سخت ایده جدید، الان میگم مثلا الان استارتاپ ما داریم ایدهش اینه که سیب زمینی رو روش مسیج مینویسه، پست میکنه و تو میتونی مسیج تو انتخاب کنی میفرستی. یا مثلا ایده داریم که نمیدونم برف میفرسته از واشنگتن دی سی به کالیفرنیا. یعنی میگم ایده های اینجوری هست. میخوام بگم یعنی هر ایده ای که فکر کنی بالاخره یه شرکت دیگه ای داره اون کارو میکنه، مهم اینه که چطوری یه جوری دیگه حل کنی. یا اینکه بعضی اوقات میشه که یه سری ایده هست مثلا قبلا امکانش نبوده و یهو یه تکنولوژی اومده، حالا اصلا امکانش هست، اونا رو میشه روش مثلا ML و اینا رو اگه بخوای بگیری ایده جدید توش پیدا میشه. یا مثلا دارم میگم وان کلیک چک اوت برای آمازون بوده تا مدت ها، وقتی که اون پتنتش اکسپایر شده حالا الان میبینیم شرکت های دیگه وان کلیک چک اوت میان، چون قبلش امکان پذیر نبوده، حالا الان مثلا دارن اونو انجامش میدن. چجوری اصلا ایده خوب، چجوری این سوال خیلی هم پرسن که چجوری ایده خوب به ذهنتون میاد. من برای من یه چیزی، یه جمله، یه بار یکی گفت توی که از این پادکست ها گفت یه انترپرنور خوب هر دفعه که میره دستشویی برمیگرده 15 تا ایده خوب مثلا تو ذهنش میاد. و اتفاقا کار سختش این، من خودم مشکل رو همیشه دارم که مثلا فوکس کنم و این همه ایده خوبه مثلا بزنم تو سرم که نه اینو ولش کن، تو راجع تو آردی داری یه چیزی کار میکنی، حواستو پرت نکن. ولی بعضی هم میگم مثلا چجوری ایده خوب مثلا به ذهنتون میاد؟ این جواب داریم برای این نیما چشکی ایده خوب به نظر آدم؟ آره تو همینو میخواستم بگم، چون به نظرم قبل از اینکه به ایده برسیم خیلی لازمه که آدم با سوال شروع بکنه. یعنی نقطه اولیه اینه که آدم یه مسئله ای رو تشخیص میده، یه مسئله ای که وجود داره توی دنیایی که همه توی زندگی میکنیم، یه مسئله ای رو میبینیم، بعد در مورد اون مسئله سوال میپرسیم که چرا مثلا چرا این مسئله وجود داره، چطور میتونه این مسئله حل بشه، چطور میتونه این قسمت، این مشکلی که من میبینم چطور میتونه بهتر بشه. یعنی فهم میکنم نقطه اولیه اینه که آدم به یه درکی از یه مسئلهی برسه و رسیدن به اون درک با همین سوال پرسیدن میتونه پروسه خوبی باشه به اینکه اون مسئله رو بهتر درک کنیم، بهتر جوانب مختلفش رو از زاویه‌های مختلف بررسیش کنیم که چرا الان این مشکل وجود داره.
و خب همون سوال کردن باز ما رو به این سمت میبره که حالا چه راه حلایی میتونیم برای این مسئله ارائه بکنیم. مثالم اگه میخوایم بزنیم، من یه چیز میگم بعد شما اگه من یه چیزی که بعضی وقتا هم یه سری کارا رو خوش میکنه درست میکنه بعد نمیتونه بقیه بگه که این کار، انقدر برای خودمون این کارا روتین شده که نمیتونیم به بقیه بگیم که شما این کارو کنید. مثلا یه چیزی که به نظر من برای ایده به ذهن رسیدن خیلی خوب کمک میکنه که آدم خودشو اکسپوز کنه به مثلا اون جامعه که داره کار تک میکنه، جامعه که داره مثلا کار کدینگ میکنه، پروداکت های جدید. یعنی مثلا اگه خب آدم صبح تا شب مثلا تو اینستاگرام دارین اکانت مثلا زرد فالو میکنه، احتمالاً ایده هایی که به ذهنتون میرسن تو هم مایه هاست دیگه. شما اگه دارین مثلا میرین تو پروداکت هانت دارین اید مثلا پروداکت ها رو نگاه میکنین، احتمال که ایده پروداکت به ذهنتون برسه خب خیلی بیشتره. یا یعنی اینکه مثلا اگه دارین هر روز پیپر ام ال میخونین، احتمال اینکه مثلا بتونین یه چیز مثلا تو اون اسپیس به ذهنتون برسه بیشتره. یکی که آدم خودشو اکسپوز کنه مثلا با پادکست های مثلا درست حسابی گوش کردن، پرو با آدمایی که مثلا تو اون اسپیس ان چرخیدن، این که خیلی یه تریک بنظرم اصلش اینه. یه چیز دیگه هم که به نظرم یه توهمی که کلا راجع به ایده هست اینه که مثلا همیشه هم از این داستانای قدیمی میاد که مثلا نیوتن زیر درخت نشسته بوده سیب میخوره تو کلش، یهو مثلا نمیدونم میمیسه اف مساوی ام آ، یهو مثلا فیزیکو حل میکنه. در حالی که کسایی که مثلا تو این چیز بودن میدونم مثلا احتمالاً این یارو خودشو کلمه مؤدبانش 10 سال چیز 10 سال سختی کشیده، کلمه چش 10 سال سختی کشیده تا این مثلا 10 سال نمیدونم 20 سال 30 سال یه جوانی سفر مثلا شاید 20 ساله بوده که یار همین حرف که نیما میزنه که رفته دیپ شده توی مسئله سالهای سال استادی کرده، حالا آخر یه سیبی هم مثلا خورده اون داستان رو نمیدونم بوده واقعا یا نبوده. یا مثلا تو داستان بیت کوین، خب مثلا من چون خودم مثلا کریپتو بود تو گراد اسکول بک‌گراندم، میدونستم خیلی‌ها بودن داشتن روی قضیه کار می‌کردن 20 سال 30 سال و ایگنور می‌شدن، یعنی میگفتن اصلا این غیر قابل شدنه و آخرش دلیور. خیلی افنگا این مثلا یهو نشسته یه ایده مثلا خیلی ماجیکلی مثلا وارد مغز شده، داشته اینو مثلا میپخته تو آنکانشس و یه گروه بزرگی از آدما داشتن تو آنکانشسشون رو این کار می‌کردن، رو کانشسشون پیپر میدادن، کد می‌زدن تا اینکه اینو خیلی من قبول دارم. کجا یه مدل دیگه از ایده هم هست؟ او ببخشید جوابش بگو یه مدل دیگه از ایده هم هست از تجربه شخصی آدم ها میاد بیرون. مثلا این طرف میخواسته یه کاری بکنه، میخواسته مثلا بره سهام بخره، نمیدونه من باید هر بار خرید فروش میخوام بکنم باید $10 پی کنم، خیلی هم سخته، بیام مثلا یه دونه اپ بزنم که این خرید فروش راحت بشه. یا یعنی اینکه مثلا با استودنت لونش مشکل داشته، میاد مثلا میگه خب اگه من مشکل دارم خیلی هم مشکل دارم. یا یه مدل دیگه از ایده که اتفاقا خیلی هم به دل میشینه، هم وقتی که خود فاوندرها مثلا رزونیت میکنن با اون پرابلم که هم بهتر هم میتونن پرابلم سالوش کنن، یه جور ایده که از تجربه شخصی خود آدم میاد بیرون دیگه. مثلا این هم نمیدونم داستانش دقیقا چجور بوده، مثلا داستان اینستاکارت دقیقا همین بوده دیگه. طرف این های میشست هم میگفتن که مثلا الان اگه میشد از بیرون مثلا مواد غذایمون رو بگیریم، بعد گفتن خب چرا نکنیم خودمون بکنیم. یا به قول سیاوش یه نمونایش هم آرادی وجود داشته، یا مثلا دوردش خیلی جالب بود، چند دانشجو بودن تو استنفورد یونیورسیتی مثلا گفتن الان اگه میتونستیم مثلا پیتزا بگیریم خیلی خوب میشه، مثلا فقط مثلا یکی دوتا پیتزایی بوده، من گفتن نه یکی گفته یه غذای دیگه بگیری، بعد گفتن چرا هیچی نیست، اومدن یه وبسایت درست کردن. یعنی که مثلا داستان ما هم همینطور بود از تجربه خودمون که سختمون بود بیام خارج، خب بقیه هم سختشون یه مشکل درست کردن. این خیلی میتونه، این مدل ایده هم هست که لزومن حالا تو توش emerge نشده، یعنی out of necessityه که واسه خود درست شده میاد بیرون، واسه زمینه کاریت هم میتونه نبوده باشه. میدونی چی میگم؟ من میخوام همین رو اضافه کنم به حرفی که مارتین زد. کوشو من به نظر من اتفاقا اون مدل که بشینی فکر کنی به یه ایده که یه استارتاپ بزنی براش اتفاقا خیلی سخته. آره من نمیدونم. من به نظرم اکثر ایده ها همینه، یعنی تو یه مشکلی خودت خوردی، توی مسیر قرار گرفتی، میگه اوکی من بیام این مشکل رو درست کنم.
چون واقعا اگه بخوای مثلا فکر کنی که من دنبال یه ایده بگردی که براش، چون من دیدم، یعنی من اینو قشنگ می‌دیدم، مثلا دانشجوی جدید میان میگن که ما چیکار کنیم بریم یه ایده استارتاپی پیدا کنیم، این واقعا خیلی سخته. بخاطر اینکه نگاه کن استارتاپ خیلی، حالا گفتی که می‌خوای کاری کنی که مثلا آدما جذاب باشه براشون بیان استارتاپ بزنن و اینا، استارتاپ خیلی کار سختیه، یعنی واقعا استارتاپ زدن فوق‌العاده سخته، پدرت در میاد، یعنی کار واقعا سختیه. برای همین اگه داری دنبال یه ایده میگردی که اونو حلش کنی، واقعا سخته کیپ اپ کنی باش. بهتره که یعنی یه مشکلی باشه که واقعا انقدر اذیتت کنه که بگی اینو من باید برم درستش کنم، و اونجاست که فکر کنم خیلی من اینو کاملا موافقم. اولا کسایی که میگن ما ایده نداریم، به نظر من این واقعا مشکله، یعنی شما اصلا کلا آدمی نیستی که به مشکلات دنیا فکر کنی و یعنی مغزت درگیر نمیشه. خب حالا نمیخوام بگم چه بدیه یا خوبیه، ولی یعنی اگه ایده نداری نمیتونی بری بگی بگی من یه جا میخوام ایده پرودوس کنم. ایده خودش میاد اگه چیز باشه، و باید درگیر آدم دقیقاً که میگی بنجوش این چیز خرابه، من باید درستش کنم تا درست. یکی این، تازه من از این یه قدم جلوتر میرم، میگم آدمایی که میان به من میگن ما یه ایده ای داریم ولی نمیدونیم چی کارش کنیم، مثلا اینم به نظر من اینا نشون میده، همونجا یه رو نشون میده که من آدم این کاره نیستم. اگه تو مسئله دیگه هم هستا، یه موقع هست تو ایده استارتاپ رو میدی، خیلی مواقع بیشتری هست که مثلا یه ایده میشنوی، حال میکنی، میرو جوینشون میکنی. لزومن همه نباید اون کسی باشن که ایده میده، یعنی محدود نباید بشه. تو اگه میخوای تو فضای استارتاپ باشی، فضای تکنولوژی باشی، نیازیست لزومن ایده اون ایده خود باشه. حال درسته که مثلا میتونه مثلا اکسایتینگ باشه یه کمپانی رو ایده تو مثلا روش کنه، خب خیلی کار جالبیه، ولی اگه هم آدم یعنی خود استارتاپه، چه ایده حالا اون ایده باشه نباشه، خود استارتاپ انقدر چیز جذاب و قشنگ و کیف میده، ایده هم نباشه یه هفته میتونه جوینه یه ایدهی بکنه، جوینه یه ایدهی بشه که دوست داره دیگه، براش اکسایتینگ یه رزمون باید بکنه دیگه. اینو بگم، یه دونه چیز داشتیم، یه دونه منتور داشتیم جشنواره خوارزمی، بعد ما مثلا هممون نمیتونستیم خیلی خوب ایده همونو توضیح بدیم، میگفت برین سوپری محلاتون توضیح بدیم، بعد ما رو مجبور میکرد، میگفتیم سوپری محلمون توضیح میدادیم این ایده همونو، بعد میگفتش که نگاه کن تا این نتونی درست ایده تو برای یه نفر که هیچ ایده ای نداره، سرش هم شلوغه، توضیح بدی به زبان کم که رزونیت کنه بهش، این درست نمیتونی راه تو پیدا بکنی. حالا اون موقع واسه خوارزمی بود، الان هم همینه داستان، اینه که بعض وقتا مثلا مشکلات انسان ها رو حل کردن، واقعا تو 10 ثانیه میتونی یه چیزی رو تعریف کنی که یه مشکل گنده رو میتونه حل بکنه، خیلی هم میتونه جذاب باشه. خودتون توی مثلا چه میدونم این 10 سال گذشته چه ایده هایی بوده که واقعا و این ایده خیلی خوبه، هرچی جدیدتر هم باشه بهتر، یا چه اسپیس هایی مثلا، چه کمپانیایی بوده، یا مثلا ایده های خودتون، یا ایده های برای آینده، خیلی دیت میخوام مثال بزنید که مثلا بتونیم رو تک تکش صحبت کنیم، چیزایی بوده که مثلا ببینید. یه سری هم من یه مثال شروع میکنم که مثلا اولا بفهم که این هیچ مطلق نیست، این بحث همیشه ممکنه نظرات آدم‌ها خیلی متفاوت و خیلی آدم‌ها ممکنه اشتباه بگن. مثلا خب شاید جدیدترینش مثلا Airbnb بود که خب Airbnb برای کسایی که مثلا نمی‌دونن یه وبسایتی که شما تو خونه مردم بریم مسافرت تو خونه مردم، این کاری که تو ایران همه می‌کردن از قدیم، ولی جالبه که تو آمریکا وقتی ایدهش اومد همه میگفتن یکی از احمقانه‌ترین ایده است، به خاطر که کی تراست می‌کنه که بره تو خونه یکی دیگه، بعد اون کسی که خونه‌شو میده اصلا به کسی، و اینا 3-4 سال هیچی پول نتونستن ریس کنن، هیچی کاستن، ولی بالاخره گرفت و الان هم فکر کنم مثلا موفق ترین استارتاپ شد مارکت کپ نگاه کنین توی مثلا یه دهه گذشته است. همیشه خیلی سخته که بگیم چه ایده خوبه چه ایده بده، خیلی وقتا شد تو یه چیزی جف بزوس داره که میگه مثلا invention is tolerance to be being misunderstood for a while، همچنین اینم هیچ کی نمیتونه بهتون بگه ایدهتون خوبه یا بده، ولی از نظر شما مثلا چه ایدهایی مثلا الان هست که خوبه، چه اسپیس هایی هست که الان خوبه، چیا بدن، یا تو قدیمی ها حتی مثلا تمام چیزایی که نیاز انسان ها رو سریعتر میتونه برطرف کنه، اینستنت هر چیزی، اینا کاتگوری خوبیه، برای که تایم
در هی و هی مهمتر میشه برای بشریت، تایم میشه چیز مهمتری و آدم ها همه چیز اینستنت میخوان، right؟ مثلا هم موقع میخوای مووی رو ببینی نتفلیکس تو باز میکنی، یوتیوب رو باز میکنی، مثلا دلیوری ها، هر چیزی که مثلا کتگوری که نیازا انسان ها رو بتونه سریعتر بکنه و کتگوری که بتونه زمان و لوکیشن رو از معادلات دسترسی حذف کنه. مثلا تو چون این لوکیشن هستی یه سری دسترسی ها نداری، اون دسترسی ها رو بهت بده. این باعث میشه که جان اکسس کلن اکسس آره. مثال میخوایم بزنیم چیا بوده که مثلا تو چند سال گذشته و یا حتی الان اگه هرچی جدید تر باشه بهتر، که فکر کنیم مثلا اینا خیلی ایده خوبی بوده هست، یا مثلا حتی برای سالهای آینده ایده مثلا میتونی شیر کنی، ایده های مثلا خیلی جالب برای مثلا امسال گذشته، امسال آینده. من فکر کنم خود مثلا اپلای بورد مثلا خود همین در واقع همون اکسس رو داره حل میکنه، همین استارتاپی که مارتین داره در واقع کارش همینه دیگه، که قبلا هم میتونستن یه سری دسترسی نداشتن، حالا الان همه بتونن دسترسی داشته باشن به ادویکیشن، که خیلی مشن قشنگی هم هستش به نظرم. دمتون گرم. نیما تو میخوای بری؟ آره من حالا یه مجموعه دیگه داشتم فکر میکردم، قسمت اتوماسیون هست، که خب همین کار ما هم تو اتوماسیون هست، ولی اتوماسیون چیزیه که خب چیز جدیدی نیست، یعنی یک ترندیه که یه مسیریه که خیلی وقت شروع شده، ولی هنوز به نظر میاد اوایل راهش هستیم، یعنی خیلی جای کار، جای اتومیت کردن خیلی چیزا هنوز هست، هم اتومیت کردن پروسه های فرض کن دیجیتالی، که خب این کلن قضیه پروسس اتوماسیون یک سری کمپانی ها روش کار میکنن، ولی خب یه بخش شاید بزرگتریش هم قسمت فیزیکی اتوماسیون هست، یعنی بیایم کاری که الان با دست انجام میشه، یعنی لازمه که یک نیروی انسانی بیاد و یک سری کارهای فیزیکی رو انجام بده، هنوز ما خیلی وابسته هستیم به اینکه نیروی انسانی لازمه برای انجام خیلی از کارها، برای همه اینها همه کل این مجموعه جا داره که کلان اتومات بشه، یعنی بتونیم خیلی با قیمت با در واقع هزینه خیلی پایین‌تر و با اسکیل خیلی بزرگتر بتونیم این کارهای فیزیکی رو انجام بدیم، که دیگه وابسته نباشیم به مثلا فرض کنی کمبود نیروی انسانی، که الان خب به خصوص الان خیلی توی اینداستری‌های مختلف، توی صنایع مختلف خیلی این کمبود نیروی انسانی حس میشه، مثلا یه مدلش الان توی خیلی از رستوران ها نیروی انسانی کم دارن، یعنی سخت میتونن آدم پیدا کنن، برای همین خیلی به سمت استفاده از ربات ها دارن میرن که بتونن حداقل یک سری از کارهایی که توی فرض کن یه رستوران لازم انجام بشه رو بتونن اتومات کنن. خب فکر میکنم این یک مجموعه ای که خیلی همچنان جای کار زیاد خواهد داشت در سالهای آینده. خیلی هم راجع به این صحبت شده، ولی هنوز خیلی اونقدی که مثلا شاید من فکر کنم 10 سال پیش مثلا فکر کنم خیلی شاسا، یعنی اونقدی که ML و AI پیشرفت کرده اون قسمت فیزیکالش اونقدر دلیور نشده، یعنی خب ما ML داره مثلا توی مثلا گو آدم رو شکست میده، تو پوکر داره شکست میده، این دالی داره نقاشی فلان میکنه، ولی هنوز ما یه رباتی که قشنگ بتونه یه لیوان آب رو برداره مثلا بیاره بالا بذاره یه جوری، هنوز اینو درست نداریم. درسته هم خیلی درسته. آره هنوز به اون در واقع تکنولوژی که بتونه این کار رو توی اسکیل انجام بده و خیلی
در واقع روباست باشه یا یعنی در حدی که اون پرسپشن آدم میتونه خیلی روباست دنیای اطرافش رو تشخیص بده و بتونه باش اینتراکشن انجام بده. هنوز به اونجا نرسیدیم که بتونیم این کار رو توی اسکیل دنیای واقعی انجام بدیم. یه سری کارها الان خب قابل انجام هست اگه روی یک مسئله های خاصی تمرکز بکنی که مثلا بیاین یک مدل شیء خاصی رو بیاین براش راه حل بسازیم، بیاین براش یه سولوشنی بسازیم که بتونه یه نوع خاصی از یک شیء رو بیاد براتون هندل کنه، مثلا بتونه برداره و باهاش کارهای مختلف بکنه. میشه یه همچین راه حلای من اسکرینم رو آره من اینو مال باستان دارم. حالا راجب اینم اگه دوست داشتین صحبت کنین، چون هم اینا یه مدتی جوین گوگل شدن بعد جدا شدن. خب آره خلاصه منظورم اینه که الان میشه این مسئله رو حل کرد اگه تمرکز رو بذارین روی یک مسئله در واقع خاصی که فرض کنین روی یک انوایرمنت، روی محیط خاصی بتونین مسئله رو تعریف کنین، روی یک شی یا چند تا شی مختلف مسئله رو تعریف کنین. اینو منم خیلی یعنی بریم یه تکنولوژی جدیدی، یه اسپیس جدیدی که داره میاد و ببرین برای یه مارکت خاصی مثلا بسازیم. من این خیلی با این نحوه چیز الان اینجوری فکر میکنم نسبت به استارتاپ زدن. یه چیزی که میخواستم بگم اینه که یه چیزی که تو همین بحث هم تا اینجا خیلی مشخص شده اینه که، و فکر کنم همه اینو میدونم ولی یه جوری از جلو چش رفته تو بلایند اسپاتم، که ایده کلن ایده نیستش که مهمه، یک کانتینیویشنی از اون اکسپریانس های قدیمی و اون آدمه و چسبیدنش به اون ایده اونه که مهمه. یعنی ممکنه اون چیزی که توی نیما از روباتیکس تو ذهنشه به خاطر تجربهش تو استارتاپ اولش، به خاطر گوگل، به خاطر مثلا چند پی اچ دیش تو استنفورد، اینا همش با هم جمع شده و یه داستان شده که اون اصل قضیه است، نه اینکه حالا مثلا خب تو روباتیک یا مثلا تو ماشین لرنینگ یا تو مثلا ادویکیشن فلان. یعنی این داستانه کلا یه چیز، مثلا من همیشه فکر کنم مثلا خب ایده مثلا این میمونه که مثلا اوکی مثلا اسم کتاب میمونه، یه نفر میگه مثلا من میخوام یک کتاب بنویسم، مثلا یه نفر میتونه بگه مثلا من میخوام یک کتاب بنویسم راجع به مثلا تاریخ مثلا مادها، یه مثلا چیز خیلی بورینگ باشه، مثلا از نظر من هیچ ارزش نشه این کتاب خوام. یه نفر ممکنه با پرسپکتیو اینکه مثلا بیاد اقتصاد زمان اونا رو بررسی کنه، موجای مثلا سیاسی زمانشون رو بررسی کنه و قشنگ احساس کنه داره زمان الان رو توصیف میکنه و این موجای مثلا سوشال و اکانومیک رو درست میکنه، یا مثلا بیاد یه جوری خیلی مثلا یه 3D مثلا مالا یه فیلم جالبی از درست کنه خیلی جالب باشه. یعنی اون اگزیکیوشنه که معمولا با اون استوری داستان زندگی فاوندره خیلی در ارتباطه، اونه که اصلا نه اینکه اون یه خط ایده. آره ببین کوشیار، almost all the time تو ایده روز اولت با چیزی که انجام میشه فرق میکنه. اینم خیلی من نکته مهمیه فکر کنم، یعنی اون آخه تو اولش جرقه میزنه میری جلو، بعدش هی یاد میگیری، هی داری small pivot میکنی. In some cases you make big pivot. مثلا اسلک که داشت استفاده میکنیم، right? It was a gaming company، بعد سویش کردن اومدن کامیونیکیشن کردن، یا مثلا خیلی شرکت های دیگه. کم پیش میاد که اول لزومن اون کاری که شاید مثلا فیلدشون مثلا همون فیلد بمونه، ولی اون پروداکت اول، اون سلوشن اول almost 100% تایم عوض میشه. اینو من خیلی آره همین رو خواستم، یه جرنی سفر خیلی طولانی این استارتاپ زدن، احتمالاً هر یه ماه یه بار اصلا، یعنی اگه به نظر من شما ایده‌ای که روز اول بش، یعنی من همیشه میگم کسی که مثلا یه ایده روز اول میده و بعد 10 سال دوباره ایدهش همونه، این اصلا خودش یه ساین خیلی بدیه، نشون میده این آدمیه که چیزی یاد نگرفته، یعنی یه موجود استاتیکی بوده، در حالی که استارتاپ زدن همش ولیو روی این داینامیک بودن ذهن آدم، یعنی که شما هر روز ایدت رو بهتر کنی. و همین حرفی که میزنه مارتین اصلا
احتمالا شما هر سه ماه یه بار برگردیم بقید مخصوصا اون اولا کلن یه داستان دیگه داریم فکر میکنیم و این خیلی مثلا اولا خیلی فاندرها اینو ایگنور میکنم مثلا فکر میکنن یه ایده مثلا خیلی همین یه چیز ماجیکالی هم یا تو ذهنشون مثلا این یه حالت خیلی مثلا چیزی مثلا میثی راجبه مثلا آدم هایی مثل استیو جابز یا ایلان ماسک که اینا هست که اینا مثلا یه نابغه‌ای بودن که در یه زمان یه حرف خیلی گنده اومده تو ذهنشون و دیگه رفتن مثلا 30 سال همین مسیر رو رفتن. در حالی که اگه نگاه کنیم اینا مثلا ممکنه روز اول خیلی یه سری ایده‌های احمقانه حالا با آدم های باهوشی بودن مطمئنم ولی اصلا این نبوده که از روز اول مثلا یارو کل این را آدم های ویژنری هم بودن و من اصلا این رو دینای نمی کنم ولی ساخته شده تو طول خیلی زمان زیاد. ولی دقت هم بکنی باز همون چیزی که خودت گفتی ایده خیلی خاص نیست، اون اجراش بوده که خیلی خاص بوده، یعنی اون ویژن و اون اجراش بوده. و ببین مثلا ما همین الان میتونیم مثلا من چه میدونم 100 سال پیش طرف میتونسته ایدهش این باشه که میخوایم بریم مریخ، خب یا 100 سال پیش میتونسته این باشه که مثلا بیایم ماشینایی بسازیم که خودشون رو برونن. ببین اون موقع ما واقعا تکنولوژی انقدر نزدیک نبوده، یعنی اصلا اون ابزار و اون بستری که میخواستیم و مثلا نداشتیم که بخواد اینطوری بشه. همین مثالی که مثلا تو باستان داینامیکس بزنی، حالا باستان داینامیکس همه چیز فکر میکنم چیزه، یعنی داره از فیزیکس استفاده میکنه، یعنی زیاد ترینینگ نداره، اما مثلا اوپن ای آی مثلا الان میبینی این یه همچین چیزی با کامپیوتینگ پاور قدیمی ما و اون میزان دیتایی که مثلا قبلا داشتیم امکان پذیر نبوده که مثلا کامپیوتر خودش یاد بگیره که مثلا اینو بخواد بپیچونه و بتونه مثلا روبیکس کیوب رو مثلا درست کنه. و همین من یه چیزی که خیلی دوست دارم در مورد حالا اگه ایده داریم صحبت میکنیم، ایده‌ای هستن که قبلا نمیشده انجامش داد ولی به واسطه یه چیزی که جدیداً معرفی شده، معمولا هم آرتیکله، معمولا هم هنوز مقاله است، یعنی هنوز نیومده توی بازار که مثلا چیز بشه، روی اونجور چیزا خیلی جالبه کار کردن. یه مثال بخوام بزنم، ما یه کارآموزی داشتیم تو شرکت که در واقع شرکت اینا رو ما اومدیم اکوهایر کردیم که مثلا 3 نفر بودن، خیلی شرکت کوچیکی بودش، ولی این پسره که اومد توی تیممون، ببین اصلا جینیس این بود که یه روزه مثلا بیاد یه ایده رو بیاره بالا و یه وبسایت دورش بزنه و حالا مثلا شاید خیلی تعداد خط کد کم هم هست. یه مثالش رو بخوام نشون بدم چون برای من خیلی جالب بود همیشه این مدلی که این اکت میکنه. این الان نگاه کن، یه سایتی که مثلا این اومده از استارتاپ ما رفتش، الانم رفت انگار وای کامبینیتور پولم گرفت و چند تا از اینوستورهای من اتفاقا در موردشون میپرسیدن، یعنی احتمال داره بازم میگیره. این ببین استارتاپش به خاطر اینکه GPT-3 اومد، که GPT-3 حالا مثلا یه در واقع ابزاریه که اوپن ای آی معرفیش کردش و یه لنگویج مدله، شما باش میتونین حرف بزنین، چند تا بهش مثال میدی بعدش بهت مثالای دیگه میده، یعنی حرف زدنه. یه ای آی که زبانو میفهمه، میتونه زبانو میفهمه و با مثال میتونی مثلا 3 تا بهش مثال، مثلا میتونی بهش بگی که مثلا مکدونالد زرد و قرمز، پپسی قرمز و سفید و آبی، بعد مثلا بگی مثلا آمازون بهت میگه مثلا زرد و سیاه، یعنی انقدر درک داره که مثلا این رنگ برندا رو داری میگی، در این حد جالبه. ولی مثلا این اومد از این استفاده کرد برای اینکه داکیومنتیشن کد رو اتومات کنه، یعنی مثلا کد رو میدی به طرف، این داکیومنتیشنش رو بالاش خودش اتومات می‌نویسه کده. ببین 10 خط کده، یعنی این استارتاپ، کل این استارتاپ GPT-3 اومده 10 تا مثال زده چون آلردی آندرستندینگ داره از اینکه کد چیه و داکیومنتیشن چیه و زبون آدم چیه. تو یعنی این استارتاپ رو من فکر کنم امروز از شرکت ما رفت بیرون، بعد گفت دنبال یه ایده‌ای هستم دارم کار میکنم اینطوریه، بعد فکر کنم مثلا 3 روز بعد این وبسایت رو آورد بالا، 4 روز بعد مثلا داشت میفروختش. معمولا میگن یعنی بعضی اوقات یه سری دریچه ها باز میشه به خاطر اینکه یه سری تکنولوژی قبلا نبوده الان مثلا هستش. کاپی ای آی یه نمونه دیگه شه، این مثلا میاد مارکتینگ وبسایت برات مینویسه، یعنی مثلا تو میخوای خیلی هم از مارکتینگ تیم‌ها بهتر می‌نویسه، یعنی مثلا میگی پروداکت من اینه، یعنی نالج بیس تو براش میدی دانلود میکنه، بعدش ایمیل مثلا برات فیسبوک اد می‌نویسه یا اینستاگرام اد می‌نویسه. مثلا دوباره این از اون چیزایی که مثلا 10 خط کده با GPT-3 ولی یه شرکت خودش و جز خیلی پیشرفت خیلی خوبی هم داشته. جسپر یه نمونه دیگه شه، دوباره رقیب هموناست. ولی حرف من اینه که بعضی اوقات شرایط عوض میشه و تو میتونی یه ایده های خیلی جالبی که قبلا امکان پذیر نبوده، ایده امکان پذیر بوده، اجراش امکان پذیر نبوده، حالا بیا اجراش بکنی. من از این خیلی خوشم میاد. فقط یه نقدی که دارم به این مثلا ایده هایی که الان نشون دادی اینه که تکنولوژیشون خیلی خب مثلا دقیقاً مثلا دیواراشون گشتن بغل اون تکنولوژی قبلی، خب یعنی مثلا یه ذره فقط کار کردن،
بعد خب برای اون اوپن ای آی خیلی راحته که بیاد اینو کپی، یعنی اصلا خیلی هم فیره که منظر من کپیشون کنه. من کرده اومده آره، بعدن درست کرده اصلا خودشون که یه کدی. ولی کلا من این مدلی فکر کنم نیما هم گفت الان این چیزی که سیاوش کامی دقیقاً همینجوری، من خودم کاملا اصلا راجع به استارتاپ فقط اینجوری فکر می‌کنم، یه اسپیس رو پیک می‌کنم که الان مثلا من برای من اینجوری بود که من بایوتک چون علاقه دارم که عمر آدمو اضافه کنم یا مریضیا رو خوب کنم، این احساس کنم مهمتر قضیه. و از اون طرف نگاه کنم که ابزارهایی که اومده مثلا اولا که من مثلا میتونم باشون کار کنم، مثلا ماشین لرنینگ دیتا فلان و اون ابزارها الان مهمه، و به اضافه اینکه تایمینگ اینجوری شده که من میبینم توی 10 سال دیگه این ابزارا بتونن حل کنه، ولی من میخوام 10 سال مثلا بعد، نمیخوام اگه 6 ماه بعدم احساس کنم خیلی کوچیک برداشتم مثلا. و این فاصله ای که این ابزارای مثلا ماشین لرنینگ و دیتا برسونن، مسئله ایجینگ رو حل کنن، مسئله مثلا کانسر رو حل کنن فلان، احساس کنم یه فاصله ایه، من اینو رودمپش میکنم که دقیقاً اوکی این ابزارا رو من چجوری تویک کنم، چیا باید روش دیولپ کنم، چه تیمی باید بسازم. من به استارتاپ زدن الان اینجوری فکر میکنم، مثلا شاید 10 سال پیش اینجوری نبود، مثلا اینجوری بود که گفتم اوه مثلا من میخوام برم وبسایت بزنم کار اکسو بکنه، که مثلا نمیگم این بهتره یا اون بهتره، ولی الان کاملا اینطوری شده ذهنیتم. نیما، مارتین، سیاوش، اینا بحث اگه چیزی میخواین اضافه کنین، اگه نمیتونیم بریم بحث ولیده. یه چیز دیگه که میخواستم بگم، نیما بهش یکم اشاره کرد، شما باید نگاه کنید یه سری ترند ها خیلی کمک میکنه. خب مثلا میگم آدمیزاد در تعداد آدمیزاد و اپورتونیتی در هی کم و کمتر میشه، و مثلا تو کشور تقریبا تمام کشورهای جهان اول developing countries و حتی تو میدل ایست الان fertility rate کمتر از 2-1، یعنی ما جمعیت رو ریپلیس حتی نمی کنیم. یه استارتاپ بیارن که بچه بیاره. نه بخواستم روباتیک پروسسینگ اتوماسیون رو بگم. آره حتی نیما داره استارتاپشون تلاش میکنن که اینو برعکسش کنن، یعنی آدم چیز مجازی بهمون درست کنن. نیما شما RPA در این کار میکنید یا نه؟ ما ربات فیزیکی. چی کار میکنه؟ که نهایتاً ایده اینه که در واقع ربات ها رو هوشمندتر کنیم دیگه، یعنی به جایی برسیم که در حد یک انسان، در حد یه آدم بتونه دنیای دور و برش رو بتونه بفهمه چه خبره، چه اتفاقی داره میفته، و بتونه اینتراکشن داشته باشه با دنیای اطرافش. یعنی به لول هوش انسان برسیم، حداقل توی این زمینه اینتراکشن با دنیای فیزیکی. نیما چقدر فکر میکنی، مارتی من بعدش میدم به پوینتر رو بزن کدم، چقدر فکر میکنی که ما فاصله داریم با این که یه موجودی باشه که تو خونه آدم را بره با یه پرایس پوینت نسبتا معقولی و مثلا کف خونه رو تمیز کنه، ظرفا رو بره بشوره، شاید هم حتی این سال احمقانه باشه، یعنی شاید بهتره که اینا 4 تا موجود باشن و اصلا یه سری تسکا رو انجام بده، مثلا خودش بفهمه مثلا اگه گوشه خونه چیزی افتاده بره بذاره سر جاش، بعد مثلا چه میدونم آره مثلا هولا رو مثلا میبینه دیکم تر شده بره بذاره توی مثلا چیز، یه کار اینجوری بیسیک رو انجام. چقدر فکر میکنین چند سال مونده تا این؟ آره برای ما به این جور مسئله ها هم فکر میکنیم، و در واقع برای ما توی فاز سوم خواهد بود یه همچین چیزی، بخاطر اینکه در واقع محیط توی خونه خیلی در واقع آشوب توش زیاده، خیلی ساختار کمی داره، یعنی میتونه هر چیزی باش میتونه برخورد داشته باشی، در نتیجه خب مسئله یعنی محیط خیلی سختیه. ما تخمینمون اینه که خوشبینانه بخوایم نگاه کنیم میتونم بگم 3 تا 5 سال، یا شاید حالا یه ذره اگه بخوایم کانسرواتیو تر نگاه کنیم شاید 5 تا 10 سال. حالا من اینو به عنوان تمرین چیز میکنم، مثلا همین سوال رو هر 4 تامون یا هر کی دوست داره جواب بده، که اگه بخواید همچین استارتاپی بزنین چجوری مثلا میرین؟ مثلا من اگه بخوام این کارو بکنم، یه تسک رو برمیدارم از این تسکایی که گفتم و سعی میکنم یه رباتی بدم.
اکچه دو جور فکر میکنم، یا میشه یه دونه تسک رو برداشت، اگه من میخوام یه تسک مثلا فقط بره هوله ها رو برداره بذاره توی چیز همین و اینو پرفکت انجام بده، و یه سری سعی میکنم کاستومر خواسته اینو بگیرم، مثلا یه سری جا هست که این هوله مثلا چه میدونم توی مثلا جیما شاید این خیلی مهم باشه، یه کلاس کاستومر خوب بهش پیدا میکنم، بعد این MVP رو میسازم، بعد شروع میکنم اینکس. یا هم یه مدل دیگه اینه که اینو به صورت مثلا هاریزونتال یه سری سافتور بسازیم که هر کی بخواد بیاد رو این، یعنی کامل میشه دو مدل اینو ساخت. بهم جالب شما مثلا اینو با من یه تمرین ذهنی که همچین کاری رو چجوری میکنین اگه بخواین مثلا بریم وارد این مارکت شیم. آره اون قسمتش هم سوال جالبه، این که استراتژیمون چیه به این که به اون نقطه برسیم. ما استراتژیمون خیلی بیشتر شبیه اون اولیه که گفتی، یعنی در واقع بیایم یه پروداکت مارکت فیت اولیه پیدا بکنیم، یعنی اینکه الان چه مسئله‌ای رو میتونیم حل بکنیم و برای چه کاربری، چه کاستومری، چه مشتری میتونه از این تکنولوژی که الان وجود داره، این سولوشنی که الان میتونیم بسازیم به درد کی میخوره. ما با این استراتژی شروع کردیم که در واقع در حین این که میتونیم سولوشن ارائه بدیم به یه سری مشتری، داریم تکنولوژی ها رو هم دیولوب میکنیم، تکنولوژی رو بهتر میکنیم که کم کم نزدیک تر بشیم به اون ویژن فرض کن 5 تا 10 سال آینده. من برای کسایی که رومبا رو ندیدن نشون، چیزی که خب تو قیلف خونه هستش که میره خودش تمیز میکنه، گرد و خاکا رو جمع میکنه. مارتین شوان یه چیزی میخواستی بگی؟ من ببخشم بعد شد. من میخواستم همین داستان روباتیکا توی دنیای سافتور هم بگم، روی دنیای RPA یا این روباتیک پروسسینگ اتوماسیون ها، یه سری سافتور هستن که کارهایی که ما با مثلا روزانه یه سری کار ادمنستریشن رو که انجام میدیم اینا رو میان اتومیت میکنن. مثلا دارم میگم از سیمپل هست، فرض کن شما مسئول یه بانک هستی و مردم میان میخوان اکانت باز کنن، میخوان حساب باز کنن، شما باید مثلا ایده آیدی اینا رو چک کنی، این میاد مثلا آیدی رو چک میکنه، حساب باز میکنه، به جایی که خودت بخوای چک کنی دونه دونه بخوای وارد کنی اطلاعات توی کامپیوتر. اینا هم خیلی دارن خوب رشد میکنن، این فیلد هم خیلی دارن خوب رشد میکنه، برای که کلن چون جمعیت آدم ها چیزه، کلن تمام کارهای لو لول داره از طریق انسان ها حذف میشه و سافتور و هاردور و اینا داره جای اونو میگیره، این ربات ها دارن جای اونو میگیرن. کلا ایده هایی که بتونه آدم ها رو افیشنت تر بکنه اینا خیلی ایده های خوبی هن. چقدر فکر میکنین این باعث فکر میکنین توی 10 سال آینده ما دنیا به این سمت بره که جاب دنیا به سمت بره که کار کم داشته باشیم یا آدم کم داشته باشیم؟ یعنی دوتا برعکس هم هنگی درسته؟ فکر میکنین به کدوم سمت میره؟ نگاه کن این 10 سال آینده همون روندی رو میره که هزار سال اخیر بوده، روند هیچ فرق نمی کنه. همیشه زندگی انسان ها هی بهتر و بهتر میشه، یعنی مقدار زمانی که بخوای بگیری انسان ها کمتر کار میکنن ولی آسایش بیشتری دارن. چرا؟ چون کارهای لو لولمونو میتونیم اتومات کنیم. مثلا نمیگم 200 سال پیش باید با بشکه میرفتیم از رودخونه آب برمیداشتیم، الان لوله کشی کردیم. خب الان مثلا باید یک کاری رو تایپ بکنیم، بعدش خود مثلا ربات اون ایده که داشتی میگفتی خودش میاد اون مسیج رو مثلا درافت میکنه. اینو من مخالفم. خیلی جالبه این احساس میکنم بین آدم ها. یعنی بیشتر آدم ها همین حرف که تو میزنی فکرم بزن. من احساس میکنم این چیزی که میگن او تکنولوژی هی پیش به کمک میکنه و هی آگمنت میکنه و ما هی میریم کارهای ساده‌تر، یه کپاسیتی داره. یعنی آدم مجموعه کارهایی که یه آدم میتونه بکنه چه خیلی محدودیه، ما خیلی نزدیک به اون لیمیته شدیم. به نظرم هیستوری هم خیلی زمان کوتاهیه برای که بشه اینا رو مثلا چیز کرد. یعنی اگه بریم به هیستوری نگاه کنیم همیشه حرفت رو درست زنیم، مثلا همیشه به اون سمت رفتیم. ولی به نظر من اینو حالا یه چیزی هست به نام این
اسمش رو پیدا کنم میگم، که میگه که این ترندا همیشه یه جا تموم میشه و این موجا یه زمانی خیلی بزرگتر از این ترند ها میشه. بنظر من اون موج بزرگ ای آیه. و حالا اینا که من میگم خب خیلی حرفای عجیب غریبی، احتمالاً هم درصد آدمای که قبول کنن خیلی کمه، ولی من میگم یکی این که به نظر من جاب چیزو کلا به هم میریزه، جاب مارکت و اکانومی رو کلا به هم، به خاطر اینکه موج خیلی بزرگه، یعنی تعداد آدمایی که جابشون رو از دست میدن خیلی 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 بزرگتر خواهد بود از تعداد آدمایی که مثلا آگمنت میشه جابشون یا بهشون کمک میشه فلان. و همین الان هم به نظر من دیدیم، به نظر من تو 20 سال گذشته یکی از این دلایل این مثلا این کوالتی ها همینه. اصلا نمیخوام بگم که حالا این راه حل باش دارم یا خوبه یا بده، ولی دارم میگم اینه به نظر من جهت. تو همین 20 سال هم به نظر من یه دلیلی که این جریانای پاپولیستی زیاد شده، جریانی که مردم میدل کلاس کم شدن، اینه که ما یه مقدار خیلی زیادی از کارشون رو اتومات کردیم و اصلا هم بهشون بر نگردوندیم اون حجم مثلا اکانومی ولیو رو بهشون بر نگردونده تکنولوژی. و این یه چیز دیگه که همه دیسکانت میکنن، این که ای آی و ماشین لرنینگ چقدر اکسپوننشیالی داره گرو میکنه و این که چقدر آدم یه موجودیه که خیلی سلولی گرو میکنه. و مثلا تو این 10 سال فکر کنم قشنگ دیدیم دیگه، مثلا تو این مثلا ای آی رو مثلا با آدم مقایسه میکرد تو گیمینگ، مثلا چه میدونم 20 سال پیش اصلا هیچی، مثلا 1% آدم هم نبود، الان داره بیت میکنه تو همه. خیلی خیلی چیزه که مثلا 10 سال دیگه، مثلا شاید بزنم یه مثال خیلی چیزش تو اکانومی مثلا گوگل باشه. گوگل کمپانی که شاید مثلا هیچ بهش اینجوری نگاه نمیکنه، ولی جاب مثلا یه سری آدمای لویر، پزشک و خیلی جابای آدمای دیگر رو مثلا یه درصدیشو برداشت. نظر من مثلا کسی که وکیل بود یه کار خیلی زیادش بود که مردم رفتنش سوال میپرسن که مثلا ایش خیلی کلی ازش میپرسن. خب مثلا اگه وکیل 3 ساعت قرار بود مشاوره بده، 1.5 ساعتشو گوگل به نظر من ازش خورده. یعنی 1.5 ساعت اولش که طرف میره گوگل میکنه جوابشو، بعد دیگه اون 1.5 ساعت آخر رو فقط میره. یا اگه مثلا پزشک بود که خیلی چیزا رو مثلا شاید حالا نمیدونم میگن کار خوبی نیست که گوگل کنیم، ولی مثلا خب مرد یا خیلی چیزا، یعنی هر چی مثلا شما میخواین شیر دستشویتون خراب شده، اولش مثلا شاید 20 سال پیش اینجوری بود که 1 ساعت بعد حق مشاوره میدادیم به یه نفری که مثلا اکسپرت اینه، الان میرین یه یوتیوب میکنین. به نظر من این خیلی اکانومی چش و من راجع به این اکشن چیزم احساس میکنم که نمیدونم خوشبین نمیدونم، من همش هستم تکنولوژی خوشبینم، ولی به نظرم یه کپاسیتی داره آدم ها. من یه چیزی بگم کوشا، من فکر میکنم یه ذره دیگه، حالا من مثلا یه ویدیو نشون بدم، اینم نشونش میدم که سطح الان ای آی و همین بحثی که میکردیم، مثلا خونه رو برو مرتب کن کار سختیه، اما الان گوگل مثلا نمیدونم این آخرین دیپ مایند گتو نمیدونم اینا رو مثلا اگه دیده باشید الان ویدیوهاشو نشون میدم. من فکر میکنم میرسه به یه جایی که ربات ها کارهای لیبر رو انجام میدن و کشورها به آدم ها حقوق میدن در هر صورت، یعنی تو حقوق میگیری در هر صورت، یعنی آدم ها اصلا کارشون چیه. الان مثلا دال ای رو که میبینی آرت هم نمیتونی تولید کنه، یعنی آدم ها که ببینی دال ای تو رو مثلا ببینی. من میخواستم اینو یه نشون بده، چون این برای من واقعا، من خیلی ای آی دنبال میکنم، ولی این اصلا یه لول دیگه است اصلا قضیه. نکن تو الان یه، این الان یه رباته، این اومده بخش نرم افزاریه، همین کاری که مثلا داریم نیما جان داره مثلا سخت افزارش اول زن چیز میکنه در هر کار. تو اینجا بهش میگی آره، میگی مثلا هیومن داره میگه lift the orange bucket put it on the shelf، این اورنج رو برده، این خودش میره اورنج رو پیدا میکنه، اینو الان سعی میکنه بذاره اونجا. یا مثلا میگه که play the drums with the comb، اصلا این کار احمقانه است، میگه با شونه مثلا طبل بزن. میره ببین، یعنی این الان نمیدونه این آبجکت چیه، این با ویژوال یعنی از روی دیدش فهمیده که این الان شونه است، با این الان داره سعی میکنه درام بزنه، یعنی فهمیده دوتا کارو مثلا چیه. مثلا میگه فالو می، یا اینکه مثلا منو ببرش باتروم، این اون وقت خونه جاش عوض میشه، ولی این ربات یاد گرفته که جایی که مثلا دستشویی و حموم هستش باتروم حساب میشه. خب مثلا این ویدیوها رو ببینه آدم تعجب میکنه، مثلا میگه که الان اینجا انگور هست، چند تا انگور هستش، انگوره چه رنگیه، و یه سری جاها میرسه که این مثلا به محدودیت میرسه. مثلا اینجا گفته که چه اینسترومنتی دوست داری پلی کنی، آدمه به ای آی میگه، ای آی میگه میخوام پیانو پلی کنم، و میره پیانو رو هر میداره میگه تو هم مثلا درام بزن. این اصلا اینا خیلی چیز، حالا این همون بازی استار وارزه که میدونیم که الان اومدن و دارن کار میکنن، یا مثلا اصلا یه سری ویدیوهاش خیلی اصلا عجیب غریبه، نمیدونم حالا این پروژه رو برید دنبال کنید. این مثلا الان بهش گفته tidy up the room، ببین این یعنی باید بدونه که اول اینا تایدی نیستن، این چیزایی که رو زمینن، بعد باید بدونه جاش کجاست که بره اونجا بذارتش. این اصلا خیلی عجیبه که مثلا یه ربات داره و کاملا هم داره خودش با فالو کردن آدم
و سلف ترینینگ داره به اینجا میرسه. این منظورم اینه خیلی ما الان فاصله نداریم با خیلی از این چیزایی که هستش. مثلا گاتو مثلا گیمو میگفتیم یه خودت حتما فالو میکنی، ولی یه ای آیه که مثلا 60 تا بازی آتاری رو همون یه ای آی میتونه بره و بازی کنه با فقط تصویر، نه اینکه توی دسته داری، یعنی همونطوری که آدم میتونه انجام بده. لایپش اصلا... راجع به این اکسایت آره. من اصلا به نظرم هنوز آدم ها ای آی خیلی دست کم میگه، یعنی اینی که یعنی من احساس کنم تمام این حرفایی که مثلا میزن راجع به مثلا اینداستریال ریولوشن، مثلا انقلاب صنعتی و اینا، اینجوری بود که اوکی ماشینا اومدن یه قسمتی از کارهای آدم ها رو انجام دادن، ولی خب اون قسمت فیزیکی بود، اینا دارن قسمت برین رو انجام دادن. ما فیزیکو که یکی انجام بده، برین هم که انجام بده، دیگه چیزی نداره، یعنی irrelevant میشیم. این نمیدونم یه چیز خیلی دارک و عجیب غریبیه، فکر کنم پابلیک هم خوشش نمیاد، ولی به نظر من یه همچین چیزی اتفاقا به نظر من افتاده تا حد زیادی و خیلی هم بیشتر میشه. بعدش هم حالا بعد از این حالا قسمت دارکتر قضیه، من خیلی راجع به AI کلا پازیتیو، ولی اینو میگم که از لحظه که یه موجودی باشه که از شما باهوشتر باشه، اون موجود کنترل خواهد خواست. اینجوری نخواهد بود که، یعنی خیلی برای فکر کنم برای همه عجیبه که مثلا بگن خب یعنی چی AI کنترل میخواد، ولی هر وقت یه آدمی توی اتاق وقتی توی اتاق سه نوع موجودن، اون موجودی که از همه باهوش تره حالا فرق نمیکنه که بز یا آدمه یا مگس یا لیوان، اونی که از همه باهوش تره و کنترل داره از نظر اینتلیجنس رو بقیه، میخواد قدرت رو در دست بگیره، اونه که تصمیم گیری میخواد بکنه. شاید اونجاست به قضیه است، شاید باید این اتفاق بیفته. یه بستگی داره اپتیمیزیشن برای چیه، یعنی اینم حالا من دارم شاید چیز پاپولار اپینین پرسپریتی میره بالا در نهایت. آره. آدمیزاد داره به سمت پرسپریتی میره، میدل کلاس داره گرو میکنه، آدما دارن از پاوردی میرن بیرون، تا حتی مثلا الان 450 میلیون از آدم توی پاوردی، تا آخر دکید یک سوم آدم ها از پاوردی میرن بیرون میشه 300 میلیون، میدل کلاس میشه 5.3 بیلیون. انسان شرایط زندگیش بهتر میشه. من انقدر دارک نمیبینم فیوچر رو از بابتی که بترسم، برای که به زمان تکنولوژی ایز میاره و برای هیومن at the end of the story ما به سمت پراسپریتی خوبی میریم. همه این چیزا ابتداش خیلی عجیب غریبه، بلکه کاملا درکشو نداریم و منطقی هم از همین حرفا. تو الان هم کریپتو داشتیم دیشب صحبت میکردیم کوشار در بردش چند سال اون برعکس اقدام کرد، right? It was like we were expecting که الان تمام کلی اپلیکیشن داشته باشیم روش. Still nothing is there. خیلی underperform کرده به نظر من کریپتو in terms of like coming to our day to day life. من کلا در صورتی که مثلا اگه برمیگشتی مثلا 2000 من اون موقع که مثلا بیت کوین افتاده بودم توش 2015 16، I was literally thinking like in the next 5 years bank account همون like it's gonna move to like یادت مثلا XRP اینا که اومده بودن اینا، they were like oh banks are started using it like Swift that's why میره like sometimes like also like the other things comes که مثلا گیم رو چنج میکنه. من کلن این مایندست هم اینجوری، همیشه تکنولوژی بهتر میکنه، همیشه به سمت اصلا هم نمیخوام داغ کنم شخصی، یعنی کاراکترم هم اونجوریه. بعدم اینا رو قبول دارم که این ترند ها همیشه همینجوری بوده که میگی، تو این کیس خاص احساس میکنم یه فرق خیلی 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 بزرگی وجود داره. بعدم به نظرم دیتا پوینت هامون تو هیستوری خیلی کوچیکتر از اونه که مثلا بگیم اون همیشه آدم ها این فکر رو میکردن، خب پس اینم دوره اون، چون هیستوری کلا زمان خیلی کوتاهیه، یعنی هیستوری آدم ها. یه چیزم یه آرگومنتی هم هست به نام این آرگومنت گریت فیلتر، نمیدونم شنیدنش یا نه، میگه که توی این دنیای به این بزرگی خب احتمالاً یه عالمه مثلا موجودات بیولوژیک بودن، یه عالمه لایف وجود داشته فلان اینا، تو مثلا میلیاردها سال یه عالمه بعد ورژن‌های مختلفی یه چیزای موجودات اینتلیجنتی شبیه ما وجود اومده باشن و اینا دارن پخشن، که خب تا اینجاش که خب خیلی بدیهی و همه موافقن و اینا، یعنی اِوولوشن به جای رسید. بعد میگه چرا ما اینا رو نمی‌بینیم؟ میگه چرا
و اونا مگه نمیخوان با ما صحبت کنن، یا یه موجوداتی که تقریبا اینتلیجنسشون شبیه ماست میخوان با ما صحبت کنن، اینا مثلا به نظر من بیشتر مکسنس کنه که بخوان صحبت کنن، حتی بدیهی نیستش ولی بیشتر به اون سطح. بعد میگه چرا ما اینو نمیبینیم، میگه دلیلش اینه که اینتلیجنس یه سقفی داره و از اونجا به بعد میتونه دیستراکتیو بشه، از اون چیز رو طرف میتونه بزنه خودش رو نابود کنه. و دقیقا این، حالا این بحث از بحث اصلی خیلی خارج شدیم ولی خیلی جالبه، فکر کنم برای آدینس هم جالب باشه. و این AI اصلا اینجوری نیست که بگم و این داستان جالب هالیوودی و من خیلی انتیسیپیت، احساس میکنم که اصلا تکنیکالش رو نگاه کنیم به اون سمت داریم میریم، یعنی یه موجود داریم میسازیم، قدرت دیستراکشنش خیلی، یعنی قدرت همه چیش داره میره بالا، قدرت دیستراکشنش هم at the same time داره میره بالا. حالا نمیدونم اینو، این بحث فکر کنم مارتین you disagree، نیما و سیاوش شما؟ من که اصلا نمیدونم، یعنی حالا من دارم فقط اینجا devil's advocate یا مثلا وکیل مدافع شیطان دارم بازی میکنم. من حرفم اینه که اصلا چرا ما فکر میکنیم همه چی دور آدمه؟ خب آره همین حرف همین، مثلا مارتین گفتش آدم اینطوری میشه، آدم ریچتر میشه فلان، ما مثلا فکر کنم مثلا قبلا هم گاو بودن، گاوا مثلا با هم دیگه چیز بودن، بعدش آدم اومده، حالا مثال دارم میزنم، اگه اونطوری بخوایم در نظر بگیریم شاید گندم موفق‌تر از ماست چون تعداد گندم بیشتر از ماست. میدونی چی میگم؟ من حرفم اینه که ابجکتیو اینه که ما به عنوان آدما میخوایم بمونیم و سروایو کنیم، آیا فکر میکنیم که مثلا لزوما ما داریم به اون کمک میکنیم یا ممکنه برعکسش داریم میریم؟ من فکر کنم بستگی داره که اصلا از دید ما این دنیا داره برای چی اپتیمایز میشه، درسته؟ آیا بهینه‌سازی برای اینه که، یعنی این بهینه‌سازی که داره انجام میشه برای خوشبختی انسان هاست؟ اگر اونطوری باشه من فکر میکنم که، من یه مثال خیلی جالبی بزنم، ما وقتی که، مثال دارم میگم، فکر کنم مثال از یه جایی هم خوندم، ما وقتی داریم مثلا یه جاده میسازیم، از اینجا میخوایم به اونجا جاده بسازیم، اون وسط ممکنه تو راهمون یه سری مورچه‌ام باشه، اون مورچه‌ها میمیرن، ولی ما با این مورچه‌ها مشکلی نداریم، ما داریم راهمون رو میسازیم، ما میخوایم راه رو بسازیم. خب حالا الان اگر AI رو تو در نظر بگیری، بستگی داره که اپتیمیزیشنی که به AI میگی چیه. اگه مثال دارم میزنم، اپتیمیزیشن به AI بدی که آقا این زمین، این کره زمین سالم بمونه، قطعا آدم ها رو میکشه، بخاطر اینکه ما فکر کنم یعنی مضرترین چیزیم برای این زمین. اما اگه اپتیمیزیشنی که به AI میدی این باشه که مثلا زندگی آدم ها بهتر بشه، یعنی خیلی اون نکتهشه که خیلی مهمه. یه سیلیکون ولی رو نمیدونم میبینید یا نه، ولی مثلا یه تیکه داره، آره یه تیکه داره که AI می‌نویسن که باگا رو از توی در واقع کد در بیاره، میزنه کل کد رو پاک میکنه، بعد میگه دیگه باگی وجود نداره چون دیگه کدی نیست که باگ باشه. یعنی میگم اگه میخوایم ماجر AI بره، AI همیشه داره یه چیزی اپتیمایز میکنه، حالا بر اساس اینکه چی کد بکنیم اون اپتیمایزر، و باید خیلی مواظب باشیم چون که AI همیشه باگ پیدا میکنه توی سیستم، برای همین اونو باید مواظب باشیم چون ممکنه بگی اپتیمایز کنی برای یه چیزی، یهویی یه راه دیگه رو پیدا کنی که ما نمیخواستیم اون کار رو انجام بده، یهو بیاد و همه چی به هم بزنه. حالا اون بحثی که گفتی که مثلا مورچه رو کشیم، اینا راجع به همینم هم که AI فرض کنیم یه موجودی میاد که کاملا مثلا از آدم باهوش‌تر میشه و خیلی بزرگ میشه و فلان، که داریم به اون سمت تقریبا میریم، بعد این با آدم چیکار میکنه؟ این سوال خب اصلیه دیگه. بعد خب جوابی که خیلی ها میدن، میان نگاه کنین که آدم با موجودات کمتر اینتلیجنت تر از خودش چی کار میکنه. ما بعد با توجه به دلتای اینتلیجنتی که با اون موجود احساس میکنیم، باش خشنتر برخورد میکنیم، درسته؟ یعنی مثلا با یه موجودی شاید مثل میمون مثلا یکم خوبیم، با یکی مثل گاو مثلا باز نیمه خشنیم، خب میکشیمش میخوریمش، ولی مثلا اینجوری نیستش که مثلا یهو پامون رو زمین روش رد شیم. مثلا با یه موجودی مثل مورچه که خیلی اینتلیجنسش پایین‌تره خیلی بدتر برخورد میکنیم. بعد شما میگین بگین مثلا اوکی، مثلا گیاه هم باز یه موجوده دیگه، خیلی اینتلیجنسش باز اون لول خیلی پایین تریه دیگه، اونو اصلا برام مهم نیست که مثلا اوکی بخونیمش، هیچ کی نمیاد تو دنیا بگیم مثلا گیاه رو نباید بخونیم، مثلا گروه حتی حمایت از مثلا چیزام وجود نداره، گیاهان هم وجود نداره. بعد مثلا یه میتونیم از اون بگیم یه لول مثلا کمتر اینتلیجنت، مثلا حالا دارم میگم این برای چیز ذهنی، تمرین ذهنی، مثلا سنگ، خب هیچ کی نمیاد بگه مثلا سنگو نباید مثلا تیکش کنیم مثلا چون دردش می، چون انقدر اون فاصله اینتلیجنته. حالا اینم دوباره میگم از بحث خیلی دور شدیم، ولی کام جالب اینم برای چیز، از یه جایی اگه اون ماشین کلا بحث جالبیه چون هم میتونی خیلی دارک بچینیش و میتونی سناریوی درست کنی. من در نهایت like
در من خیلی به این فکر کردم. در نهایت فکر میکنم که همون بحثی که سیاوش گفت، ما اینو آپتیمایزش میکنیم برای پراسپریتی و برای کمک کردن به سیستم. ببین کوشر، یه چیزی برای من فرستاده بودی قبل از این میتینگ در مورد والویشن و فاند ریزینگ و اینا. من اگه دوست داری میتونی رو اون یه سویشو بکنیم. یه سوالی که خیلی فاندرها تا مثلا یه نفر که حتی اکسایتده میخواد وارد دنیا تک بشه، خب مثلا تا میبینم مثلا منو میگه اوه شما یه شرکت به این بزرگی درست کردیم، من یه ایده دارم چجوری میتونم برم اینوستور پیدا کنم. آره. یعنی they're at the idea stage, they're looking for money. یکم درباره این صحبت کنیم که اوکی حالا فرض کن ایده رو پیدا کردی، what is called ایده، what is called fundable idea. اصلا ولیدیت چجوری میکنین یه ایده رو؟ ولیدیت و پروداکت مارکت فیت فکر کنیم کلمه مثلا حالا بهتریه. یه چیز من اینو تیک تیکش میکنم، یه چیزی که حالا قبل که اون سوالی که یه چیز احمقانه ترین حرفی که من از آدما میشنوم که فکر کنم همتون اینو روزی 10 بار میشنوین، اینه که میگن، حالا اینکه میگن من یه ایده دارم، جمله بعدی میگن من یه ایده دارم ولی نمیخوام بهت بگم چون میترسم مثلا بدوست، مثلا من چه جوابی مثلا به این بدم، یا مثلا فکر میکنم اینو. من چیزم اینه که هیچ کسی تو دنیا ایده شما رو نمیدوزه، اصلا هیچ کی راجع به شما کر نمیکنه کلا تا وقتی که بزرگ شین. همیشه اولش فکر میکنن مردم که شما ایدهتون خیلی بده. یعنی اکچولی به نظر من بهترین ایده‌ای هم که خیلی کریزی هن و 99.99% در نسل آدم فکر کنید ایده خیلی بد و کریزی هن. اگه ایده تو یعنی ایده بزرگ، بعض کافی بزرگ باشه، چجوری اولا این سوال چجوری جواب، اولا که به نظرتون شیر کنن آدم ها یا نکنن؟ اصلا محلی برای شیر نکردن به نظرتون وجود داره؟ من همیشه، خب من خیلی کار کردم قبل از اپلای بو، من همیشه شیر میکردم برای که تو همون شیر کردم و صحبت کردم و سوال جوابی که با آدما، مغز آدما رو میگرفتم به کار، ایده بهتر میشد همیشه. هر آدم اسمارت منظر من 30 ثانیه وقتش رو میده به شما گوش میده، داره بهتون کمک میکنه. اصلا هیچ کی نمیخواد ایده شما رو، یعنی توهم خیلی بزرگی که فکر میکنم مثلا یه ایده خیلی خفنی دارن. بعدم ایده واقعا اصلا چیز نیست، هیچ والیوی. حالا راجع به اینکه یکم این بحث ایده، حالا نیما خیلی توی سان فرانسیسکو سیلیکون، اینو من سال اول میخوام برگردم چیز بوده، اینو خیلی راجبش صحبت میشه که بعضیا فکر میکنن ایده خیلی چیز مهمیه، حالا ایده همون یه خطه، همون مثلا اسپیس هرچی، یه دفعه فکر میکنن ایده هیچ اهمیتی نداره. مخصوصا مثلا من خودم زمانی که سیلیکون ولی یا مثلا تو سان فرانسیسکو میگشتم، یه فرقی که با همه جای دیگه دنیا دیدم اینه که انقدر همه ایده ها رو همه مثلا صحبت کردن و فلان، هر ایده مثلا خیلی نوعی هم شما بری بگی، به هر کی بری بگی میگه آره مثلا من فلانی رو میشناسم داره روی این کار میکنه، او یه دونه تو وایسی بوده الان مثلا امسال تو بچه وایسی بوده، او سکویا فلانی رو فاند کرده که داریم، یعنی جدیدترین ایده رو بگی 10 نفر، بعد یه جوری به این حس میرسه که ایده ارزشی نداره. مثلا من هر ایده هم داشته باشم چیزه. یه حرفی که سم آلتمن میزد میگفتش که همیشه واقعیت چیز بین این دوتاست، یعنی یه ارزشی داره، اینجوری نیستش که ارزشش خیلی زیاد باشه، ترکیب ایده و شما و اون استوری زندگیتون اون یه چیزه. یعنی اگه واقعا شما یه اسپیس رو بلدین و مثلا به اون ایده و کر میکنین، اون کر کردن هم از همه خیلی مهمه، یعنی واقعا بهتون، شما بعضا ما قهرمان این باشیم که از همه بیشتر راجع به اون کر میکنین و از همه بیشتر راجع به موضوع اکسپرتین تو، یعنی اون میشه، نه اینکه کی بهترین ایده رو داره. بعضا من کسی برنده میشه که از همه براشون مهمتره و از همه حاضر بره زمان بذاره اکسپرت اون بشه و یاد بگیره. چقدر مثلا اصلا چقدر ارزش ایده تو ذهن شما چقدره؟ آره من با این خیلی موافقم که اینکه این اون طرف خود فاوندر چقدر شیفته اون ایده است و چقدر هیجان داره برای اون ایده، اون خیلی ولیوی بزرگتریه، بخاطر اینکه اون باعث میشه که ایده رو جلو ببره. بخاطر اینکه ایده که هم صحبتشو کردیم که ایده یه چیز ثابتی نیست، ایده یه چیز زنده‌ایه که باید در واقع رشد کنه،
و توی یه پروسه‌ای بره که به طور مداوم عوض بشه و بهتر بشه و در واقع به اون حالت به اون حالت آرمانیش برسه که واقعا یه ایده‌ای بشه که میتونه کار بکنه. این هیچ وقت اون حالت اولیه‌اش همونجوری که صحبت کردیم شاید اون ایده‌ای نباشه که آخر سر کار بکنه. در نتیجه اون پروسه هست که به نظرم مهمه که ایده رو توی اون پروسه ایتریشن و رشد ببریم که بعد اونم باز همون برمیگره به این که چقدر خود فاوندر در واقع شیفته اون ویژن یا اون دیرکشن اون جهت این ایده هست. سیاوش مارتین شما چه میگین راجع به این قضیه؟ من نظرم اینه که یعنی ایدت باید فقط بد نباشه. یعنی اگه ایدت بد باشه موفق نمیشه، اما ایدت اگه بهتری نباشه روزمان موفق نمیشی. حالا خیلی حالته میگن که اصلا ایده بدم وجود نداره، اما از دید من یه سری ایده هستن خوب نیستن دیگه، بدن. یعنی ایدت اگه بد باشه موفق نمیشی، یعنی این گارانتیه، اما ایدت اگه خوب باشه لزوماً موفق نمیشه. خیلی بستگی به این داره که اجرا چطوریه، و اجرا هم خیلی بستگی داره به همین چیزی که شما گفتید، چقدر تو میخوای اون مشکل رو درست کنی یا اون ایده داره تو رو اذیت میکنه که میخوای اون رو درست کنی. منم جز آدمه که احساس ایده بد به نظر من وجود نداره. به نظر من آدم تنبل و آدمی که curious نیست و آدمی که expert نیست اون وجود داره. اگه به نظر من یه آدمی باشه که واقعا کیریس میخواد کنجکاوه، که مثلا واقعا پشنت همین حرفی که نیما میزنه که واقعا بره یه مشکل رو تو دنیا حل کنه و اکسپرتیز داره، از بدترین ایده میتونه برسه به بهترین ایده. یعنی مسیر یه سوال الان اینجا ازت بکنم، مثال دارم میگم. این ایده بعد از ایده من یعنی میتونه باشه، مثلا تو من میخوام یه شرکت بزنم سنگ و صورتی کنم بفروشم، مثال دارم میزنم. خب این منظورم اینه که یعنی حالا من مثال خیلی اکستریم زدم، واقعا بعضی از ایده ها مثل همینن، یعنی مثلا وقتی باهاشون صحبت میکنی حالا اینو من خیلی بعید میخوام روی این پوش کنم، به خاطر اینکه به نظر من بدی این ایده اینه که تو به نتیجه میرسی اون آدمه آدم اینتلیجنتی نیستش، اون آدمه آدمی نیست که بتونه آنالیز کنه. یه حرفی که مارک اندرسون میزنه که خیلی من خوشم میاد از این حرف، میگه که ما کارمون به عنوان وی سی که تو تک اینوست میکنه که کسایی رو بفهمیم که آدم های کریزی هستن ولی کریزی اینتلیجنت، یعنی آدم های خیلی باهوشی هستن ولی خیلی کریزی هستن. و میگه مشکل کار من که استاتیستیکلی خب یه تعداد خیلی زیادی آدم هستن که کریزی هستن و فقط کریزی هستن، یعنی بخاطر فقط ایده احمقانه تو ذهنشون، یعنی نه به خاطر اینکه از جینیسشون نیستش، از اینکه فقط احمقن، حرفای عجیب غریب میزنن. و میگه اصلی ترین کار من اینه که بتونم بین این دو تا گروه مثلا دیستینگویش کنم. نکته اینه که اون سنگه اتفاقا دقیقاً همین جا برای من جالبه، آدمایی که حرفای خیلی 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 عجیب غریب میزنن و توی یه جاهای مثلا خیلی دوری مثلا یه چیز خیلی مثلا چیزی میگن، حالا این سنگ صورتیه خب مثلا چیز نیست، بله ولی مثلا یه نفر بگه مثلا من میخوام همون حرف که اول زدم فضاپیما بسازم برم مثلا کهکشان دیگه، خب یه حرف که مثلا خیلی حرف عجیبه، اگه این طرف بیاد کردیبیلیتیشو به من نشون بده، بگه مثلا اوکی من مثلا رفتم تو ناسا کار کردم، بعد مثلا فلان پیپر رو نوشتم راجع به مثلا فلان و یه کوفاندرم دارم که مثلا این انجینیر مثلا فلانه، من اتفاقا اونجا نسبت به این خیلی خیلی چیز دارم، مثبت ترم تا این که بیاد بگه من مثلا یه بیزنس خیلی مثلا معمولی. یعنی اگه طرفه نشون بده من که آدم چیزیه، آدم باهوشیه و آدمیه که پشنته، هرچی ایدش به نظر من احمقانه، یعنی احمقانه اگه دورتر باشه، فارفچ تر باشه، من بیشتر مثبت میشم راجع به اون آدم. ببین آکان، یه فریمورک دیگه میخوام معرفی کنم، این همی که اون پرابلمی که اون ایده سالو میکنه چه پرابلم بزرگیه. خب اگه مثلا سوالی که خیلی وقتا از آدم ها میشنوی، مثلا یه ایده هست یه فامیلی بیزنس خوب میشه، یه بی ایده هست یه ریتیل شاپ خوب میشه، یه ایده هست یه بیزنس معمولی میشه، یه ایده هست یه بیزنس مثلا 100 بیلیون دلاری میشه. خب شما باید آرسو نگاه کنی که این پرابلمی که داری سالو میکنی سایزش چقدره. شما اگه میخوای یه شرکت 10 میلیارد دلاری بزنی، باید یه شرکت چند یه پرابلم چند میلیارد دلاری رو سالو کنی.
اگه پرابلمی که داری سالو میکنی 5 میلیون دلاره و همه خاطر مثلا مهمترین چیزی که نگاه میکنن وقتی که میخوان یکی رو دو دیلیجنت کنن تمو نگاه میکنن توتال ادرسبل مارکت، یا مثلا این پرابلمی که داری میگی چقدر، مثلا سیاوش تو میگی یه نفر میخواد یه شرکت درست کنه سنگ و صورتی بکنه، این پرابلمه چقدر، چه پرابلمیه؟ مثلا آره 200 آدم هستن تو مثلا نپال سنگ صورتی میگیرن میذارن زیر بالششون مثلا، دارن میگن خب اوکی 200 سنگا دونه چقدره؟ دونه 100 دلاره. خب این میشه 200 100 دلار، یه ایده 20 یه پرابلم 20000 دلاریه. خب ولی از یه طرف دیگه مثلا فرض کن نیما میخواد یه سیستم هم یا هم مثلا رباتی که خونه رو تمیز میکرد، رایت؟ خب 3.5 بیلیون هاوس هولد وجود داره تو دنیا، هر کدومشون همه نیاز دارن خونه‌شون رو تجارو کنن. خب 3.5 بیلیون مثلا تایمز مثلا 1000 دلار 3.5 تریلیون دلار پرابلمه. اوکی بس یو کن میک ایت لایک 50 بیلیون دلار 100 بیلیون دلار 200 بیلیون دلار پرابلم اوت اف ایت، رایت؟ اور 1 تریلیون دلار پرابلم کمپانی اوت اف ایت. تو فریم ورکی هم که باید نگاه بکنیم آقای پرابلمی که داری سالو میکنی، برای که در نهایت کمپانی آدم میزنه که یه پرابلمی حل کنه. خب خیلی فریمورک ها رو آدم نباید قاطی بکنه، اینکه این پرابلمی که داری سالو میکنی چقدره، چه پرابلمی داری سالو میکنی و برای اون پرابلمه چه کار باید بکنی. بحث ولیدیشه، یه پرابلم میبینی میره درست میکنی انجامش میدی، یه پرابلم خیلی کپیتال مثلا میخوای، مثلا فرض کن مانیفکتچرینگ بود، یعنی پروف نمیتونی بکنی، اونجا که کردیبیلیتی میاد وسط، رایت؟ باید یا خودت آدم کردیبلی باشی یا که به 4 تا آدم کردیبل بیاری که مثلا این کار کنه. مثلا فرض کن یه نفر بگه من میخوام ماهواره درست کنم با لیزر، چه میدونم یه کاری بکنه رو زمین تر بکشه، خب من راید به مثلا 3 میلیون دلار میخوام. اوکی بلدی خوره درست کنی، پیشینه چیه یا هر سیستم دیگه، حالا چه پرابلمی میخوای سالف کنی با اون داستان. اون قضیه هم پیش میاد. به نظر من ایده خوبه که هم پرابلم خوبی رو داری سالف میکنه، یعنی مشکلی از بشریت داری سالف میکنه، حالا هر چقدر اون مشکل بزرگتر بهتر. و اصلا ایده اصلا لزومی نداره یونیک باشه. شما نگاه کن، اصلا لزوم نداره یه ایده یونیک باشه. شما همه که نباید تک کمپانی به صورت استارتاپ بزنن یونیک تو داد و پول وی سی رو بگیرن، این دست یه نمونه کمپانی زدنه. مثلا دارم میگم همون سوپری که صحبت میکردیم، سوپری هم یه نوع کمپانیه، یه نوع بیزنس حساب میشه. اینجا برمیگرده به اون چیزی که نیما میگفت، یا آقا پشن کسی که داره ران میکنه چیه؟ یعنی چی میگم؟ مثلا من واقعا من یه نفر دوستان بود، این پشنش بود که یه دونه رستوران داشته باشه. این هر کار دیگه بکنه تو زندگیش اینقدر هپی نیست، ولی اگه یه رستوران داشته باشه آخر منم رسید به زندگی شده 15 ساعت این بدبخت کار بکنه تو رستورانه هپی از زندگیش. خیلی وقتا ما این شرکت ها رو میزنی برای که اون نیاز داخلی مونه، اون کیوراسیتی مونه، اون شوق ماست که میخواد یه کاری انجام بده. من اصلا به هیچ انترپرنوری، به هیچ کسی نمیگم برو شرکت تک استارتاپ بزن که یه شرکت بیلیون دلاری داشته باشه ولی تو مسیر زجر بکش، ولی که سیاوش گفت خیلی کار سختیه. اصلا نمیشه، یعنی اون طرف اگه واقعا نخواد اون کار مثلا باش جلو، اصلا مسیر اینقدر سخت و رو اعصابه که جلو ول خواهد، یعنی هر کی که کاری بکنه که. بعدم کلا من اینو خیلی بهش، یه چیزی که فکر کنم از سرگی برین مثلا راجع به این میگفتش، میگفت مثلا ignorance is a bliss، مثلا این ندون، این که شما نمیدونین، یعنی خیلی چیز نکنین که مثلا میان حرفای ما چهارتا رو گوش کنیم میگه او اینا مثلا این مسیر رفتن منم باید این مسیر. ما مثلا یه وقت دیدیم 20 سال دیگه مثلا اومدیم نگاه کردیم AI شکست خورده، بلاکچین شده، همه اینا هیچی شده، مثلا اون ایدهی که سنگ صورتی مثلا اون شده مثلا بیبینه. خب یعنی واقعا این هیستوری نشون داده که همیشه خیلی unpredictable، مثلا یه حدی اون مثلا شده تمام اندستریال گرفته. حالا اون مثلا obviously چه مسخره است، ولی چیزی که میخوام بگم این که اون همین حرف که مارتین میزنه، اون اینستینکت شما، اون که به چه سمتی، اون خیلی بنظر من به اون خیلی تراست کنید و اون چیزی که علاقه دارین، چون واقعا آدم ها
مخصوصا این آدمایی که ادعاشون میشه که اکسپرتن و نمیدونم فلانند اکسپرت فلان، واقعا خیلی چیز کمی میدونن و گذشته رو بهم نگاه کنیم ببینیم مثلا درصد خیلی زیاد مخصوصا روی ایده‌های خیلی بزرگ خیلی اشتباه بودن. یعنی من چیز میگم که این حرفا باعث نشه که بگن او این ایده ما کار نمیکنه، این ایده به این دلیل خرابه، این ایده به این دلیل خرابه. هیچکی نمیدونه. یعنی اگه فکر با یه چیزی حال میکنین و واقعا پشنتون این اونه، همون درسته. و راجبش مثلا کیوریوسیتی هم مثلا خیلی مهمه. حالا من کنار پشن میذارم، اینکه کنجکاو واقعا میخواین یه چیزو مثلا حل کنین یه مسئله رو. آره برای کردن خیلی کار سختیه. خیلی، یعنی شما نگاه توی هر کاری میخوای بکنی باید اکسپرت بشی توی اون کار، برای که اکسپرت بشی و وقت هم نداری، خیلی سریع باید این کار رو بکنی. مینیموم حالا میگن توی 10 سال اول آن اوریج فاوندرها بالاتر از 10 ساعت در روز کار میکنن. خب این تو وقتی اینقدر میخوای وقت بذاری، خواهی که کیف هم نکنی همچون خوب یاد نمیگیری دیگه، اکسپرت نمیشه دیگه، از نتیجه گیری میکنی. ایده خوب اینه که یه مشکلی حل بکنه، خودت باش حال بکنی و یه چیزی باشه که عرضم به حضور کنجکاف داد باشی که تهشو در بیاری، بتونه اکسپرت اون داستان باشی. من با اینا خیلی موافقم. چیزی که من مثلا یه بار دیگه برگردم از این چکاست، میگن که برگردیم مثلا 10 سال پیش چی کام دیگه. یکی که اولا چیزای تک اسکیلامو بازم زیاد میکردم، مثلا کام هنوز چیز بازم زیاد میکردم. یه چیزی که خیلی، یه حرفی که من از بن هورویتز شنیدم دفعه اول که میگفتش harder startups are sometimes easier than easy startups، یه همچین چیزی میگفت. ایده های بزرگ و خیلی خیلی مثلا چیز خیلی وقت خیلی ساده تر از ایده های کوچیک و اگزیکیوت کردن. چند تا دلیل هم داره. یکی این که ایده های بزرگ و معمولا همه ازش میترسن، هیچ نمیره طرفی، شما کامپتیشن نداره. مثل این که مثلا ایلان ماسک میخواد بره مثلا کره مریخ، خیلی کامپتیشن خیلی کمه. بعد این دلیل دو، دلیل مهمتر اینه که اصلی ترین کار استارتاپ که همتون چیز کردن ریکروتینگ، که تالنت ها، بهترین تالنت ها رو جذب کنین. بهترین تالنت ها، بهترین سیستمی که میشه جذبشون کرد اینه که بهشون یه ایده خیلی خیلی مثلا بزرگ و خفن بده، با چیزی که اینسپایرشون میکنه ایده های بزرگه. من اگه بخوام راجع به ایده مثلا ادوایس به خودم مثلا 10 سال قبل بدم، بزرگترین ادوایس هم میگه هیچ ایده تو ارلی نیستش، هیچ چیز زود نیستش، خیلی هیچ چی تو کریزی نیستش، هیچ چی اونقدر بزرگ نیستش. بزرگترین ولیوی من اینه که بتونم خیلی خیلی آینده رو ببینم و برای دورترین جایی که میتونم بپرم، یعنی به قول چیم stretch of imagination. یعنی بزرگترین ارزش من اینه که بتونم یه جای خیلی دور رو ببینم و برم برای اون دورترین. یعنی من ادوایس به خودم میدم اینه که برو اون خفن‌ترین کاری که فکر می‌کنی تو دنیا وجود داره رو بکن. اصلا به این فکر نکن که حالا مثلا limited resources داری، یا مثلا باید راجبش مثلا استراتژیک باشه آدم دیگه. نمیتونه مثلا بگه من فردا میخوام برم مثلا فضا پیما. باید خب بالاخره کردیبیلیتی بسازی، کانکشن بسازی، آدم هایر کنی، رودمپ بسازی، نمیدونم تکشو بسازی، ولی برو برای اون بزرگترینی که مثلا فکر میکنی و نترس. که یعنی نمیخوام خیلی از حرفا اینسپایرشن بزنم، ولی واقعا فکر میکنم اینو میگم چون به نظرم درستش همینه. یعنی یه بار دیگه برگردم اصلا این مارکت فیت و اینا، یعنی فکر کنم واقعا بزرگترین کاری که میتونم برای دنیا انجام بدم چیه، ولی یکم حساب کتاب میکنم که من بتونم دلیورش کنم، بعد خودم میذارم تو اون. منم اینو خیلی دوست دارم، یعنی واقعا همین که آدم، یعنی آدم چون سختم هست، کار سختی استارتاپ، میرسی به یه جایی که آیا این بهترین استفاده است از زمانم یا نیستش. یعنی مثلا همش به این بعدش فکر میکنی، و اگه اون جایی که داری اون مشکلی که داری حل میکنی اونقدر که دوست داری بزرگ نباشه، بعد میگی خب شاید وقتمو دارم هدر میدم، شاید برم اینو ولش کنم، برم مثلا اون مشکل خیلی بزرگه رو حل کنم. من اینو کاملا باش موافقم. این مشکلی که من تو کانسرت بوم داشتم، مثلا سایت داشت بزرگ میشه، ولی مثلا خودم گفتم مثلا چرا حالا مثلا من دارم این زمانم میذارم که مثلا مردم تیکت کنسرت، خب من نکنم یکی دیگه میفروشه اینا رو، مثلا هیچ ولیو به این دنیا خیلی کم دارم اضافه میکنم. مثلا اینو خیلی یه چیزی به همه آنترپرنورا میگم، همیشه هم خودم این کارو میکنم، همیشه چهره کاستومر اسمایلی رو در نظر بگیر.
وظیفه تو اینه که اسمایل رو به چهره کاستومر بیاری وقتی که داره با پروداکت یا سرویس تو اینتراکت میکنه، وقتی داره با اون استفاده میکنه. و من همیشه اینو سعی میکنم یادم باشه، مثلا برای من یه دختر پسر 10 ساله‌ن که دارن میخندن که آینده خوبی دارن، همش این دو ذهنم کاری که میخوام بکنم، همش هم فهم میکنم آیا من دارم اسمال به فیس اینا میارم یا دارم یه کار دیگه میکنم. خب این چیزی که داری میگی خیلی رلوانته. چرا؟ چون که وقتی که اون که برمیگرده یه مشکلی رو حل بکنه، ولی که تا یه مشکلی رو حل بکنی، مشکلها رو هم خوب حل بکنی، یعنی ایزی باشه، کیف باشه، کاستومر میگه دمت گرم، اسمالی میشه. این ولیدیشن هم اولش با همینطور رو شروع میشه. تا بدونی 50 نفر پیدا کنی they really really love your product is عالیه. یعنی مثلا اگه یه استراتژی داشته باشی، من همیشه اول میگم اولش برو 50 نفر 100 نفر پیدا کن، پروداکت تو رو استفاده کنن، فقط بگن واو. این واقعا زندگی ما رو آسون میکنه. شاید زندگی هیچ کی دیگر رو آسون نکنه، ولی اون 50 نفر اول اگه عاشق پروداکتت باشن، 50 تا رو میتونی بکنی 500 تا، 500 تا رو میتونی بکنی 50,000 تا، and so on and so on. یه چیز دیگه هم راجع به کامپتیشن مطرحه که مثلا اون بحث تکراری بودنه. یه چیز دیگه که من اگه دوباره برگردم 10 سال گذشته، خیلی زمان و فوکس کمتری میذارم که راجع به کامپتیشن و راجع به کامپیتورا فکر کنم. چیز یه درسی که اولا گرفتم که اولا هر کاری آدم میخواد بکنه، هر کار بزرگی بخوای بکنی، اولین حرفی که بهت میزنن اینه که اوکی گوگل هم این کارو میخواد بکنه، آمازون هم میخواد بکنه فلان. اولا که این کمپانی‌ها رو توش می‌بینید با اون چیزی که فکر می‌کنی نیستن، اونقدر سریع کار نمی‌کنن، اینفیشنسی زیاد، ریسورس خیلی زیاد دارن، تیمشون خیلی بزرگ، آدم‌ها خیلی باهوشن، ولی از اون بعد اینفیشنسی خیلی زیاد. یعنی من یادم اولین چیزی که مثلا ما ساختیم بعد اون کانسپت بود، یه اکسپنشن بود که ایونت ریکامند کنه، که مثلا پرسونالیتی تو رو بخونه، بعد بگه مثلا امشب تو دنیا چه خبره، که یه پروداکت خیلی خوبی هم ساخته بودیم که مثلا بر اساس پرسونالیتی تو مثلا میفهمه تو ایرانی، ممکنه مثلا بخوای به کنسرت ایرانی، یا مثلا میفهمه مثلا تو ماشین لرنینگ دوست داری، مثلا به یه دونه مثلا ایونت چیز. من اینا خیلی چیز ساده که مثلا این فرگمنتد مثلا دیتا اسپیس رو سرچ کنه و ریکامند کنه اینا. بعد من وقتی این کار میکردم، هر لحظه که توش کار میکردم اینجوری بودم که اوکی فردا صبح گوگل اینو مثلا ریلیز میکنه، یا امکان نداره مثلا، یا فیسبوک اینو ریلیز میکنه. هنوز که هنوزه مثلا 12 سال از اون ماجرا گذشته، هنوز این پروداکت ریلیز نشده. بعد یه چیزی که خیلی فهمیدم که اصلا آدم نمیتونه وقتش رو نباید تلف، خوب آدم کامپتیشن همیشه نگاه کنه و مثلا آنالیز کنه، نباید ایگنور کنه کامپتیشن، ولی یه زمان خیلی کوچیکی، یعنی اون نیستش که موفقیت ایده رو مثلا، یعنی خیلی بیشتر فانکشن اینه که خودت چقدر اگزیکیوت میکنی تا اینکه بقیه اگزیکیوت میکنن یا نمیکنن. Customer obsessed, competition aware. آره. Competition بهت میتونه یه awareness خوبه بده که چی کار میکنن، چی کار میکنه، چی کار نمیکنه. همیشه آدم باید استادیشون کنه، زنگ بزنه، ایمیل بزنه، پروداکتشون رو استفاده کنه. ولی at the end of the story obsession یه نفری که میخواد کمپانی بزنه باید با کاستومرش باشه. حالا من میگم اسپیس مثلا obsession، بعضی جا مثلا کاستومر نیست به اون صورت، مثلا اینجوری که تو واقعا این مسئله رو، یعنی یا problem obsession. من یه چیزی اینجا بگم در مورد کامپتیشن. اولا این گراف ها رو حالا حتما بچه ها همه دیدن، ولی بازم الان من شیر میکنم اینجا. مثلا دلیلی که استارتاپ ها فیل میکنن اینجا مثلا توش داره، get out competed تقریبا هم 19%. این دلیل های اصلی اصلا اینه که اون مشکلی که داری حل میکنی درست نیست، یا پول از دست میدی، یا تیمت درست نیستش. تو همشون هم بری همینه، یعنی هلوش فکر کنم این out compete بودنه 20% ایناست مثلا اینجا استور 19% داره اینجا. آره اونم تازه معلوم نیستش. ولی من یه چیزی بگم، یعنی معمولا اصلا استارتاپ اگه مارکت گنده باشه اصلا کامپتیشن انقدر مهم نیست. مثلا تو استارتاپ ما اصلا کامپتیشن انقدر مارکت گنده است که تو اصلا میتونی من چون 50% مارکت هم داشته باشی میتونی اصلا کلی گنده باشی. ولی یه چیزی که هستش که حالا تو گفتی، من ولی اینو دیدم و خیلی هم تجربه هم حتی کردم، اینکه نباید استارتاپ شما فیچر یه شرکت گنده دیگه ای باشه. آره. این تیکه اینو، یعنی من دیدم، یعنی مثلا دارم میگم من یه استارتاپ یه مدت
داشتم میذارم مثلا فیلینگ آدما رو تو جغرافیای مثلا بتونی بفهمی چیه. واش مثلا یو فیسبوک یه دونه باتن اد میکنه مثلا آقا هاو دو یو فیل تو دی. خب یا مثلا همین ایده ای که تو گفتی گوگل هنوز نزده، اما اگه که تو میزدی و موفق میشد مطمئن باش گوگل میزد. گوگل نزده چون یا احساس میکنه که این موفق نمیشه، اما اگه تو ثابت میکردی که موفق میشه میزدش. خب و این تیکه یکم چیزه، یکم این که توی زمین کس دیگه بازی نکن. این دوباره یه چیز دیگه، مثالی که بخوام بزنم مثلا خیلی آمازون یه پروگرام داره، آمازون افیلیت، یه سری استارتاپ هستن اصلا کارشون اینه که میرن جنسو میگیرن تبلیغ میکنن تو آمازون میفروشن. آمازون تو یه روز میتونه ببنده اکانت تو، دیگه تو شرکتت نیست. یا مثلا تو شاپیفای اگه یه اپ هستی، دوباره تو یه روز یهو شاپیفای میتونه پروداکت تو رو بده بیرون، خودش یه دونه رو بزنی. اون تیکه یکم به نظرم ترسناکه، ولی به جز این واقعا کامپیتیشن فکر نمی‌کنم زیاد مهم باشه. من خیلی موافقم. من اون اولا که 19 درصدی که گفته بودن کامپیتیشن، من تو این انسال دیگه دیدم دیگه اینا، مثلا خیلی‌هاشون رو بری نگاه کنی، مثلا این طرف بعد مثلا 2 سال یه دونه اپش مثلا لاگینش کار نمی‌کنه، نمی‌دونم پیجش لود میکنی کراش، هزار یک مشکل داره، بعد میگه مثلا یکی اومده ما به کامپیتیشن باختیم. مثلا میگه تو کار خودت انجام ندی. مثلا همیشه این داره، اون 19 درصد هم جای سوال داره که بریم ببینیم واقعا آیا اکزیکیوت کردن و نشده یا مثلا. بعد این بحث آره تو پلتفرم بقیه بازی کردن که خب خیلی کار اشتباهیه، اون همیشه اون فیچر بقیه بودن و مثلا آره کلن حالا راجع به اینم بحث آخرین بحث رو بکنیم که مثلا ایدر یا رودمپ یا مثلا فیچر یا اسپیس یا ویژن اینا فرقاش چیه. در حالت کلی آره، اگه مثلا خیلی آمدن میگم مثلا ما یه ایده داریم، مثلا یه اینستاگرام که مثلا عکسش مثلا یه فرقی مثلا چه میدونم بشه شیر مثلا با فرق. بعد همیشه هم دو تا مشکل داره. اولا که این ایده‌ای که میگن ایده مشکل داره، مثلا اکونومیکلی مثلا یعنی تو اینستاگرام راجع به اون فکر شده و ریجکت شده به خاطر که یه مشکلی داشته. مثلا عکس ها خب خیلی های رزولوشن همه میدونن که های رزولوشن بهتره، نکته که اکانومیش کار نمیکنه، چون هر عکس اکانومی رزولوشن رو هر دو برابری کنین هزینه کلادتون دو برابر میشه یا نمیدونم. ولی همین چیزی که گفتی آره اگه ایده خوب باشه خب، ولی خب من دیدم کسایی که یه فیچر شروع کردن بعدن اسکیلش کردن پروداکتش کردن و بعدن کمپانی، یعنی فرق بین کمپانی پروداکت و فیچر اینو میخواییم صحبت کنیم به عنوان بحث آخر یا اصلا مهمه که ببین این چیزی که گفتی اصلا شرکت موفق هم خیلی داشتی، یعنی مثلا واین رو تو در نظر بگیری، اومد گفت ویدیو لیمیتش باشه 900، اومد ویدیو رو مثل توییتش کرد خب. ولی داره باز یه مشکل بزرگی رو حل میکنه، یعنی اگه با اون دید باشه من میفهمم. یا مثلا اسنپ چت اومد، اصلا من اولش برام خیلی عجیب بود که من این همه زحمت کشیدم عکس گرفتم بعد بره مثلا 24 ساعت بعد، یعنی مثلا اولش واقعا درک نمی‌کردم که معنیش چی هستش. ولی همه اینا دارن مثلا اتنشن اسپن آدما کم شده، دیگه نمیتونن توجه زیادی بکنن فیلم و ویدیوهای طولانی، چطوری میتونیم مثلا اینو بیایم محدودش کنیم؟ اون مشکل رو اومده حل کرده، یعنی مثلا حالت فیچر نیستش. یا مثلا همین که اینستاگرام اومده ویدیوشو مربع میگم عکساشو مثلا مربع کرده، بود دلیل داشتن برای اینا اول کاری که اومدن اینو درستش کردن. یعنی من اگه پرابلم بزرگتری رو بتونه حل کنه و یه پرابلم متفاوتی رو، من کاملا میفهمم. ولی فیچر یکی دیگه بودن یکم متفاوته، اینه که یعنی خیلی ساده، یعنی اون که نتورکشو داره خیلی ساده بتونه از اون نتورکه یوتیلایز کنه که مثلا تو رو ببرتت بیرون. منظورم بیشتر این بودش. من میگم مثلا مثال میتونم بزنم، مثلا الان یه چیزی که خیلی به من میگفتم، مثلا ما یه استارتاپ دیگه یه پروژه کار میکردیم که الان هم احتمالاً یه ورژنش رو ریلیز کنیم، اینه که مثلا خب لباسا رو دنیا رو سرچ کنه، لباس رو مثلا ای کامرس مثلا پروداکت ها رو سرچ. بعد چیزی که همیشه من گفتن که یه عکس از یه مثلا چیز خوشت میاد تو مثلا اینترنت میبینی، از این عکس رو بگیری بعد بگی مثلا من این جنس رو میخوام بخرم، کجا اینو بخرم؟ خب مثلا این ممکنه یه فیچر باشه، ولی به نظر من اگه یکی زرنگ باشه همین فیچر رو انقدر خوب در میاره، بعد شروع میکنه اینو پلتفرمش کردن، بعد شروع میکنه خب مثلا سرچ اضافه میکنه به این، بعد شروع میکنه مثلا ریکامندیشن میده، بعد ممکنه یهو یه چیزی بشه مثلا پینترست بشه. یعنی اون طرفی هم من میبینم چقدر کلا پینترست اینو داره الان. آره ولی پینترست داره نمیش، یعنی اون نتونستن خیلی مثلا چیزش کنن. کلا راجع به ویژن مثلا فیچر ایده رودمپ استارتاپ، شما چجوری به قضیه نگاه به عنوان بحث از
از ایرش مثلا شروع میکنین که ایدال اون یه خطیه، بعد چجوری آیا رودمپ میکنین، فیچرها رو در میارین، نمیدونم پرادکت کدوم بهتون، این بحث ها رو قرار ادامه بدیم و صحبت کنیم همه اینا رو، ولی چیز میکنیم، ولی الان هم میتونیم یه تم چیزش کنیم، این آخرین بحث رو بگیم نظرتون رو. من نظرم رو میگم، میرم با کاستومر رفت میزنم، هر کار رو میخوام بکنم میگم اون مشکل کیو داره حل میکنه، میرم با کاستومر رفت میزنم، نه با یکی، با بیشتر از یکی. و یه چیز دیگه بگم، من خیلی اکسایتد میشدم وقتی که با آدم ها صحبت میگم، هنوزم همینطوره تو اپلای، همینطوره با کلا آدم اکسایتدیه. بعد یاد گرفتم که خیلی وقتا این اکسایتدم، اکسایتمنتم رو جواب آدم ها تأثیر میذاره. آف کورس. بعد چه کار میکنم؟ بعض وقتا میرم آنتی ایدم هم میگم با آدم ها. مثلا دارم میگم، فرض کن کوشیار من میخوام بیام به تو بگم لباس بلک باید، میخوام ایدم اینه که لباس بلک به تو بدم، میام به یه سری از کاستومرها لباس بلک رو میگم، به یه سری از کاستومرها لباس وایت رو میگم، برعکس ایدم رو میگم. یعنی ای بی تستش میکنیم، سم بلایند چیز، میام در حقیقت ایده رو میگم، آنتی ایده رو هم میگم. بخ اصلا unbelievable دیتایی که میتونی بگیری. ولی هر چه قدم با کاستومر بیشتر صحبت کنی بهتره. ما اپلای برو شروع کردیم، من 4 ماه قبلش almost با 1000 تا دونه کاستومر صحبت کردم، یعنی از سراسر دنیا میافتم رو فیسبوک اد میذاشتم، آدما کلیک میکردم میارمشون روی مثلا یا باشون چت میکردم یا مثلا اون موقع اسکایپ بود، میومدم کیان چیان مثلا آدما چجوری با هم دیگه چقدر فرق میکنن، هر کسی چرا یه جوری فکر میکنه به یه مسئله. باز هم first like the first 10 step of any idea صاف با اون کسی که اینفلوئنس داری میکنی صحبت کردنه. اینم من کلا قبول دارم، ولی مثلا باز دوباره برعکس من همه بحثا میخوام یه طرف مخالفشم بگم. به یکم من معتقدم که اولا که کلا ایده بیزنس رو من احساس میکنم با پابلیک صحبت کردم چون صحبت کنم مثلا، ولی نظراتشون من خیلی اهم بزنم. اگه شما مثلا مهندسه، نمیدونم مثلا الکتریکال انجینیرینگ، بعد یه ایده مثلا راجع به مثلا یه دیوایس چیز دارین، نظر شما 100 برابر مهمتر از مثلا کاستومر رو کار ندارم به عنوان پروداکت مارکت فیت، به عنوان ایده بیزنسی نظرتون خیلی مهمتر از مثلا 1000 تا آدمی که از اسپیس های مختلف میان و راجع به این چیز میگن. اینو من خیلی بهش، یا مثلا راجع به کارهای برندینگ و اینا هم خیلی من معتقدم که این اشتباه رو آدما زیاد میکنن، مثلا یه اسم یا یه تصویر رو میخوان برند کنن، میرن مثلا نظر سنجی میکنن در حالی که مردم اصلا نمیدونن چی میخوان. مردم جوابی که میدن، حالا همین حرفی که شاید مارتی هم زد یکم، خیلی فانکشن از طریق حرف زدن شما و مثلا اینه که احساس کنن با شما حال کردن و میخوان شما رو خوش، تا این که مثلا واقعا فکر کنن که این ولی کردن. یکم کار سختی احساس میکنم این چیز کردم، ولیدیت کردم با پابلیک صحبت، یکم ازم اوورریتد کردم. 5 بار باید بپرسی وای، هر چیزی که میشه 5 بار باید بپرسی وای. این اصلا توی ویکی‌پدیا هم هست در مورد چطور بخونی این داستان 5 وایز، اینی که وقتی که میخوای یه چیزی از آدم ها در بیاری 5 یعنی 5 لول باید هی بری دیپ بشی بپرسی وای، بین آقا روت کاز آدم ها چیه. به این خیلی وقتا خیلی جالبه، تو مثلا توی این تو پرابلمه از اون کاستومر صحبت کردن، تو اموشن طرف رو میتونی در بیاری، بعد از اموشن، چون ما اکثر تصمیماتمون رو با اموشن میگیریم، با احساساتمون میگیریم، از روی اموشن بعد استراتژی موفقیتتو در میاری. یعنی فکر کن یه پرابلمی وجود داره، حالا یه پروداکت هم براش درست کردی، right product market fit that doesn't mean it's gonna be successful، اصلا معلوم نیست که این موفق میشه. دنیا پر از پروداکت های خوب که پرابلم های خیلی خوبی هم حل میکردن، ولی خب خیلی هاشو موفق نشدن. از اون موقع از این کاستومر آرسو میتونی استراتژی موفقیت رو در بیاری،
چه شکلی میخوام مارکتش کنم، چه پروداکتی میخوام داشته باشم، برندش چه شکلی باشه، اسمش چی باشه، چه شکلی میخوام کاستومر باهاش رزونیت بکنه. It's unbelievable که امانته. من تمام چیزامو اینطوری درمیارم، تمام سوالام، استراتژیام، همه اینا رو با سوال کردن این مدلی درمیارم. در نهایت هم قرار نیست کاری که کاستومر میگه بکنه، قرار invent on behalf of the customers. ببین روت کاز پرابلمش چیه، ایموشنش چجوری کار میکنه، بیای مشکلشو حل کنی، invent کنی on behalfش. این کی میگفتش که این مثلا اگه به کاستومری که فقط اس درشکه دیده بود هر چی بگی ورژن بعدی این چیه، میگه مثلا یه درشکه که اسباش سریع‌تر بره، هیچ کی نمیگه ماشینه مثلا ورژن بعدی. یعنی اونو وظیفه توئه که ماشین رو اختراع کنی، کاستومر هیچ وقت بهت نمیگه که مثلا چیز به نام ماشین ممکنه اینجا کانتینیویشن این ایده باشه. مثلا جام پای بزرگ بچا بحث اگه بخوایم ببندیم راجع به ویژن، راجع به چیز ایده، این قرار این سیزی باشه که فکر کنم ما چهار تا به اضافه 3 4 نفر دیگه ادامه بدیم، هر هفته آلترنت کنیم. چیز اولش قرار راجع به استارتاپ باشه که اپیزود اول راجع به ایده و شروع بود، که امیدوارم همه اینکارج بشن که بیشتر هیچ حرفی از ما باعث نشه که بگیم به این دلیل من شروع نمی کنم. یعنی نترس، یعنی واقعا میگم ممکنه 20 سال دیگه شما برین اون ایده سنگ صورتیه رو بزنید و از همه موفق تر باشین و واقعا هیچکی نمیدونه. یعنی حرفی که پیتر تیل میزنه، میگه تمام این فرمولا و اینا برای استارتاپ و اینا رو ببین، بزرگترین آنترپرنورای دوران اونایی بودن که تمام اینا رو واشتن شکستن و یعنی همه رو they proved everybody wrong. شاید شما اون نفر بعدی باشین که یه کاری بکنین که کاملا برخلاف حرفای ما باشه و موفق بشین. اصلا نترسین، یعنی هیچ حرفی باعث نشه که نرین بکنین، هر حرفی زدیم امیدوارم باعث بشه که یه چیزی شروع کنین. این اپیزود اول بود راجع به ایده و استارت، اپیزودهای بعدی قرار راجع به تیم و چجوری آدم هایر کنین، چجوری تیمتون رو بسازین، راجع به تکنولوژی استکتون رو چجوری بسازین، راجع به پروداکت و مارکت فیت و پروداکت دیزاین و همه اینا یه اپیزود خواهیم داشت، هوپفولی اگه این جمع ادامه بده و انرژیمون بکشه. راجع به فاند ریزینگ و مثلا انجل راند ریز کردن و وی سی راند ریز کردن و همه این چیزا، راجع به بیزنس مدل، راجع به سیلز و مارکتینگ. امیدوارم که مثلا انرژیمون ادامه بده، شما هم سپورت کنید. بچه ها بحث ایده و استارتاپ رو میخواین کلوزینگ آرگومنت ها رو بگین و نصیحتتون، پیشنهادتون، نمیدونم نصیحت پدرانه. من میخواستم یه عکس نشون بدم در مورد همینی که گفت، چون من یکی از بزرگترین اشتباهام همین بودش که من با مشتری که صحبت میکردم بیشتر، یعنی هیچ وقت نباید از مشتری سولوشن بخوای، راه حل بخوای، باید مشکلشو بخوای، یعنی این سولوشن خیلی چیزه. ولی با این عکس من خیلی رابطه برقرار کردم که حالا خواستم نشون بدم. اگر اپل گوش میکرد که چه فیچر کاستومرش میخواستن، اینو باید میساختش، ولی جایی که بیاد اینو بسازه، یعنی رفت مثلا اون مشکله رو پیدا کردش و سعی کرد که اون مشکله رو بیاد بسازه. همین فقط فکرم خیلی مرتبط اون اندروید آی او اس سویچ با آره اونم یه دونه دیگه هستش. یعنی مثلا ولی یه چیز دیگه که میخواستم بگم، حالا من و سهیل با هم دیگه خیلی سر این بحث میکنیم کوفاندرم، که سهیل خیلی وقتا میگه آقا اصلا مشتری نمیدونه چی میخواد، اصلا نباید اصلا باش صحبت لطفا نکنیم، بیا این چیز بکنیم. که اینو یه مقدار مثلا حالا استیو جابز هم برای آیفونه، یا مثلا همونی که تو گفتی، که یعنی مثلا میدونیم مشکل رو اگه میدونیم واقعا چی هستش، بیایم واقعا اینونت کنیم به قول همین چیزی که گفتی و بتونیم یه اختراعی بکنیم، مشکل رو از طرفش حل کنیم. ولی بعضی وقت کار سخته دیگه، یعنی بعضی وقت هم راه اشتباه میری، خیلی سخته اون بالانس نگه داشتن، این که تو هم مشکل رو خوب بفهمی، هم مطمئن بشی این سولوشن همون مشکل رو واقعا داره حلش میکنه. یه چیزی که توی فکر میکنم یه فاصله فلسفی بین کمپانیا بود، مثلا بین اپل بود در یه سمت و مثلا فیسبوک و گوگل در یه سمت دیگه، که فیسبوک و گوگل، حالا آمازون این بحث کاستمر ابسسشن بود، فیسبوک و گوگل خیلی دیتا ابسس بودن، که اینجوری که ما هر فیچر رو ای بی تست میکنیم، حتی از بک‌گراند صفحه گرفته تا تکست و همه رو ای بی تست میکنیم و مثلا میذاریم ماشین لرنینگ اینو. مثلا تو فیسبوک که دیگه یه ورژن خیلی اکستریمشه، مثلا تمام فیچرهای اینستاگرام که ببینیم بیسیکلی
یه سری اهرمه که دست یه سری ماشین لرنینگ اینا تصمیم میگیرن چی با چی ترکیب بشه، که بنظر من اصلا درست نیستش. اون طرف قضیه استیو جابز بود که میگفت من میگم چون من میدونم فلانشون، بقیه هم چی نمیفهمه، و اون من و اون دیزاینری که مثلا حالا جانی آیوی که ما میدونیم و ما میگیم، شما هم همینی که ما میگیم و اجرا میکنین و درستش هم همینه. ببین یه چیزی بود در پرابلم صحبت میکردیم، این یه تراپیه که خیلی از استارتاپ ها توش میفتن. شما وقتی که کاستومر اون پرابلمه مجوریتی چیزت نباشه و بری توی پروداکت توی سلوشن بیفتی، همون حرفی که سیاوش میزد، اتفاقی میفته اینه که اگه راه اشتباه میری دیگه ایگوت و غرورت و انرژی که گذاشته اجازه نمیده برگردی راه تو درست کنی. تو فار یعنی خیلی بات این کردی به سلوشنی که داری پروواید میکنی. خب اندرلاین پرابلم آدم ها یه نیاز هیومن بینگه. اگه با اون آدم ها ابسس باشن که آقا من میخوام یه نیازی رو برطرف کنم، مثلا برای موبایل میشه کامیونیکیشن، دسترسی به اطلاعات، خب اون موقع باعث میشه که تو همیشه بتونی حتی اگه که پولم گرفتی رفتی یک سرم روش کار کردی، میبینی این کار درستی نبود، بتونی استپ بک کنی راه درستتو پیدا کنی. نیما شما چیز آخری میخواین؟ آره منم برای حالا حرف آخر فقط این که به نظرم هر تو هر استیجی هستین، تو هر فازی از قضیه هستین، فقط شروع کنین. یعنی اون هیجان اولیه یا اون شهود اولیه که دارین به یک سمتی یا به یک چشم‌اندازی، با یه قدمش کوچیکی شروع کنین و دیتای بیشتر جمع کنین در مورد اون ویژن، اون چشم‌اندازی که دارین یا اون مسئله‌ای که میخواین حل بکنین. اون وقت اون دیتا جمع کردن اون دیتا رو میتونه در واقع فهمتون رو از اون مسئله بهتر کنه، شهودتون رو بهتر کنه، و در واقع اون قسمت فیلینگ، اون قسمت شهود و هیجانتون در مورد اون ایده در واقع آپدیت میشه، به روز میشه. که مثلا این پروسه ایتریشن و در واقع ایوالو کردن ایده چیزی که شما رو میبره به سمت ایده بهتر. من نم یه چیزی کلن میخوام که این مثلا باعث نشه که مثلا ما چون راجع به تک صحبت میکنیم و فکر کنم مثلا اگه ایدهتون تکی نیست مثلا خوب، و یا کلن هم یعنی انترپرنورشیپ یه چیزش اینه که خب مثلا من فضا پیما درست میکنم که بره مثلا تو کهکشان دیگه. یه ورژنش هم اینه که اوکی من مثلا از یه خانواده اومدم که مثلا امکانا نبوده، مثلا تو فقر بودیم، نمیدونم خانواده هم مشکلات زیاد داشتن و ما از نظر مالی خیلی خراب بودیم، ولی من مثلا میرم یه کارگاه کفش فروشی میزنم و خودم کارم و دو نفر رو هایر میکنم و اونم یه ورژن از موفقیت، یعنی اونم خیلی ولیوبل به نظر من. و یعنی اینجوری نباشه که اوکی اگه ما تک نیستیم یا اگه قرار نیست بیلیون دلار بشیم ما اینا، یعنی اونم به نظر من کاملا نمیگم مثلا با ارزش تر از اینا بیا. یعنی اگه شما از یه جایی میایین که مثلا خیلی امکانات کم بودن که میگه مرحله برین جلوتر، اون خودش خیلی، یعنی اگه دنیا آدم ها اینطوری فکر کنن دنیا خیلی جای بهتر میشه و اونم به نظر من همونقدر با ارزشه. یه چیز این یه چیزم راجع به دوباره من اینو تکرار میکنم که چیز قدرت پیروزی شما، نمیخوام اصلا از این حرفای اینسپیریشنال و مثلا موتیویشنال اسپیکینگ اینا بدم، ولی واقعا اینو اعتقادم قدرت شما برای که بتونین اون مثلا یارو سفینه رو بسازین که بره کهکشان دیگه، بر خیلی کمتر به ریسو، یعنی مثلا توی دنیای الان خیلی بیشتر به کیوریوسیتی، این که چقدر آدم کنجکاوی باشین، چقدر کیک و چقدر واقعا دیپ داون بخواین که این مسئله رو حل کنین و اینکه چقدر زحمت بکشین براش و اکسپرتیز که چیزای خیلی مهمه که اکسپرت بشین، نمیتونین فقط چون دوست دارین و عاشق اینین، باید برین زحمتش رو بکشین، اکسپرتیزش رو کسب کنین، انجینیرینگ کنین، کدش رو بزنین، پروداکت رو بسازین، با این باهم صحبت کنین. ولی اگه شما کنجکاوترین آدم باشین، اگه کیوریوس‌ترین آدم باشین، اگه بیشتر از همه کر کنین، اگه براتون مهمتر باشه، پشنتر باشین، احتمالاً شما خواهین بود که این مسئله، یعنی اصلا نترسین که، یعنی حتما شما خواهین بود. یه جوری بنظر من آدم خوبه که هم هامبل باشه، یعنی فکر نکنه که من از همه خفن‌ترم، ولی در و کانفیدنت باشه.
این ترکیب خیلی بنظرم من خودم خیلی سعی میکنم که اینجوری، یعنی فکر کنم که من اگه کارمو انجام ندم احتمالاً اولین کسی ام که فیل میکنم، اگه هم درست انجام بدم I'm good enough که میتونم اینو دلیور کنم. من فکر این خیلی یه کامبینیشن خوبی باشه برای اتیتود همه بچه‌ها. چیز دیگه‌ای در ادامه، مرسی که چیز کردیم اومدین و اینو چهار نفری ساختیم. امیدوارم این همین چهار تا بچه های دیگه هم که خب والنتیر شدن دو سه نفر بعدی ادامه بدیم و این کلن این مجموعه مجموعه بشه که استفاده بشه برای همه بچه ها. سیاوش، مارتین، نیما، جمله پایانی و اگه هم جایی فکر مردم کجا بایدتون کانکت بشن، اگه میخواین هایر کنین، اگه میخواین توی توییتر، توی لینکدین جایی مردم تن بهتون مسیج بدنم بگین که بریم سراغ زندگیمون. کریر پیج اپلای ورد رو نگاه کنید، کریر پیج کمپانی سیاوش نیما رو هم نگاه کنید. ما همیشه دنبال انسان‌های باهوش و خوشقلب می‌گردیم. خوشقلب. سیاوش، نیما، شما؟ منم همینطور، من فکر می‌کنم روی لینکدین یا اینستاگرام هر دوش خوبه برای کانکت شدن و همین. مرسی از همگی. مرسی سیاوش. من هم همینطور توییتر، اینستاگرام /سیاوش اگه که دوست داشتید چیز بکنید. فقط من فکر کنم تو توییتر بیشتر جواب میدم چون اینستاگرام همش میره توی ریکوست. منم همه جا کوشیار هستم. کارهای برندینگ کمپانیمونم به زودی تو این یکی دو هفته احتمالاً خیلی یه سری انانسمنت ها خواهیم داشت و آره آدمایی که برشون جالب این اسپیس هم امیدوارم، فکر کنم آردی کانکتر همه من، فکر کنم دیگه ریسایکل دارم میکنم من اینجا بخوام زیاد تبلیغ کنم. بچه هم مرسی، مرسی از همتون. من ریکوردینگ اینو قطع میکنم، میتونیم یک کوچیک با خودمون ادامه بدیم و استاپ ریکوردینگ. شب بخیر.